این کار به صورت کاملا قانونی است. خود حضرت علی هم همونطور که میدونید، مثلا خب حضرت فاطمه وقتی که از دنیا رفته 18 سالش بوده، 5 شکم هم زاییده بوده، طبیعتا خب 9 ساله بوده زمانی که ازدواج کرده. الان حالا کاری نداریم که یه سری از دوستان سعی میکنن با یه جعل، یه سری روایات، یه موجی راه افتاده که آروم آروم شروع میکنن به تغییر تاریخ، سن عایشه رو تا 20 و چند سال بالا بردن، حتی در بعضی روایات من 30 و چند سال شنیدم بهش انتساب میدن که قبل از محمد ازدواج کرده بوده، حتی میگن بچه داشته، یا سن فاطمه رو بالا میبرن. ولی اکثر تقریبا تمام منابع سنی و اکثر منابع شیعه به همون سن 9 سالگی اشاره میکنن و در واقع ما وارد این بحث نمیخوایم الان بشیم. ولی و به شما احادیث رو هم نگاه بکنید، احادیث بسیار زیادی به زود شوهر دادن دختر تاکید میکنن. مثلا امام صادق از پیامبر نقل کرده که یکی از خوشبختی های هر مردی اینه که دخترش تو خونش اولین قاعدگیش رو نبینه، یعنی دختر رو قبل از اینکه حتی به سن بلوغ جسمی برسه شوهر بده، اولین قاعدگیش رو دختر در خونه شوهر داشته باشه. حالا از جهت در واقع به اصطلاح ادامه این احکام و میریم یه نگاهی میکنیم به احکامی که فقهای شیعه و مراجع تقلید دارن میدن. من الان مثلا یکی دو تا صفحه از سایت خود امام خمینی در جلوم هستش. مثلا فرض کنید ازشون استفتا کردن، گفتن که مثلا شخصی دختر 5 ساله رو صیغه کرده، دوباره خواهر بزرگش هم صیغه کرده، آیا صیغه خواهر دوم صحیح هست یا نه؟ که مثلا ایشون گفتن هیچ مشکلی نداره چون ازدواج موقت بوده، هیچ مورد خاصی نداره. یعنی مشخصا الان بحث از ازدواج دختر 5 ساله است. یکی دیگه از استفتایی که از آقای خمینی شده این هستش که پدری دختر 1 ساله خود را به عقد موقت فردی در می آورد. بعد آقای خمینی در ادامه مثلا گفتن این محرمیت اوکیه یا نه، یه چیز آقای خمینی جواب داده با قصد جدی تحقق ازدواج در هر سنی باشد صحیح است. یعنی اصلا کلن برخلاف چیزی که دوستان الان شما این بحث رو هر جا مطرح بکنید ادعا میکنن، میگن نه آقای خمینی کلن با ازدواج کودکان مخالف بوده. حالا کار نداریم که از نظر قانونی این سن رو یه مقدار اصلاح کردن، اواخر رو بردن تا 13 سال از لحاظ قانونی، ولی همونطور که سهیل جان اشاره کردن خیلی از اینا حتی ثبت نمیشه، خیلی هاش در واقع چیز به خاطر اینکه محدودیت قانونی حالا مطرح نمیشه. ولی خب از لحاظ شرعی حتی اگه قانون هم مطرح کنه، از لحاظ شرعی هیچ مشکلی نداره. یه نگاهی میکنیم به کتاب تحریر الوسیله آقای خمینی مسئله 12. ایشون تو این بخش نوشتن نزدیکی با زوجه قبل از 9 سال جایز نیست. خب همین جمله رو بررسی کنید، مشخصا اولا به زوجه قبل از 9 سال اشاره شده که مشخصا هیچ منعی توی ازدواج با کسی که زیر 9 سال هست دیده نمیشه و حتی نزدیکی با بچه که 9 سال شده باشه کاملا عادی و قانونی هست. یعنی عرض به حضور شما که ایشون ادامه چیزش جملش اینه، نزدیکی با زوجه زیر 9 سال جایز نیست ولی سایر لذت‌ها مانند لمس با شهوت، بغل گرفتن و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. یعنی ببینید نه تنها ازدواج با بچه و حتی همونطور که اشاره شده شیرخوار هیچ مشکلی نداره، شما دخول رو یعنی سکس کامل رو با بچه بالای 9 سال بدون مشکل اعلام کردن و برای زیر اون سن گفتن سکس نداشته باشید، باش دخول نکنید، ولی هر مدل دیگه اگه بتونید در واقع با اون بچه نیاز جنسی خودتون رو برطرف کنید اشکالی نداره. یعنی واقعا شما حساب بکنید چه واقعا چه طرز دیدی آدم باید داشته باشه نسبت به نوزاد. شما بخواید اگه تفخیز رو معنیش رو بعضی از دوستان نمیدونن، تفخیز معنیش سکس بدون دخول هست، مثلا مالیدن آلت به بچه، مثلا لای پاهای بچه، عذر میخوام من این چیزا رو، ولی خب به هر حال باید توضیح داده بشه اینا واقعا.
و کلا حتی مثلا با نوزادها چیز نه، اصلا دوستان بعضا مغلطه میکنن میگن نه رضایت دختر شرطه. واقعا من نمیدونم نوزاد چه رضایتی میخواد داشته باشه. خود طبق حکم اسلام خود یکی از فتاوای آقای خمینی هست یا کلا توی اکثر مراجع تردشی هست، بچه اگر زیر 9 سال باشه رضایت پدرش کافیه، یعنی پدر میتونه خودش تشخیص بده، مالکیت دختر رو داره، پدر میتونه بچه خودش رو، بچه نابالغ خودش رو حتی در نوزادی به عقد یا موقت یا دائم یک مرد بزرگ در بیاره و در طبق همین احکام اون مرد آدم بالغ مثلا یه مرد 40 ساله میتونه با این نوزاد ازدواج کنه و کلا نیاز جنسی خودش رو با اون نوزاد برطرف کنه. این داستان در واقع هنوزم ادامه داره، واقعا از این هم که گفته شد کثیف‌تر هست. در ادامه جمله آقای خمینی این هستش: اگر با او قبل از 9 سالگی جماع کند و او را افضا ننماید، بنابر اقوا چیزی بر او نیست جز گناه. یعنی ببینید حتی با وجود اینکه ایشون گفته سکس با بچه زیر 9 سال مشکلی داره، گفتن حتی اگر سکس هم انجام بشه با بچه‌ای که هنوز 9 سالش نشده، باز هم جرم محسوب نمیشه، فقط گناهه. یعنی کلن حتی این کار یه چیزی نهایتا شما گناه کردید، انگار مثلا خود ارضایی کردید، یه چیز در این حده، هیچ چیز زشت و چیزی توش نیست که مثلا بخواید بگید مشکلی داشته باشه یه چیزی. فقط تنها چیزی که روش اشاره شده اینه که او را افضا ننماید. افضا رو اگر دوستان نمیدونن معنیش چیه، من واقعا شرمندم که این رو میگم، واقعا یعنی بچه رو شما طوری بهش تجاوز بکنید که پاره بشه محبلش و مجاری ادرار و مدفوعش یکی بشه. یعنی غیر از این که شما واقعا صدمه فیزیکی بسیار جدیه در غیر قابل برگشت به بچه بخواید بزنید، هیچ مشکلی نیست، هیچ جرمی. تازه حتی اگر اون کار رو هم بکنید، آقای خمینی گفته که دیگه مثلا اون در واقع برخوردشون این بود که باید مثلا دیه بدید یا مثلا نفقه مثلا اون بچه رو باید بدید دیگه، چون نمیتونه با کسی دیگه ازدواج کنه، گردن خودتونه چون زدید. یعنی دیدی هم که حتی دارن به مثلا این مسئله خود بچه رو در نظر نمیگیرن، دیدشون دقیقا یه حالتیه که انگار شما مثلا فرض کنید یه جنسی مثلا از یکی خریدی، زدید خرابش کردی، حالا چون خراب شده دیگه مثلا شکستیش باید پولشو بدی. اصلا فاز کاملا اینه. یعنی اصلا تنها چیزی که دیده نمیشه در این داستان، تنها چیزی که اصلا مطرح نیست، روحیات بچه‌ای که در کودکی به عقد یه آدم گنده در اومده، تجاوز شده بهش، صدمه فیزیکی بهش رسیده. اگه مثلا صدمه نرسه که کلا حالا اون آسیب روحی و روانی که به این بچه میخوره تا آخر عمرش باهاش میمونه اصلا کلا مطرح نیست، اصلا حتی جرمم نیست، نهایتا میگن طرف گناه کرده. ولی حتی اگه صدمه فیزیکی جدی بزنه به طوری که بچه کامپلیتلی ناقص بشه، میگن خیلی خوب این دیگه زن خودت حساب میشه، بچه حتی دیگه حتی طلاقش هم بدی باید مثلا خرجشو بدی. خب پولو میخواد بچه چیکار کنه وقتی مثلا در نوزادی چیز شده؟ تازه اون چون بچه صغیر هست اون پول رو حتی به خودش هم نمیدن، به پدرش میدن. یعنی واقعا خیلی دیگه این داستان واقعا وحشتناکه اصلا. و به این احکام گفته میشه بهترین دستور مثلا زندگی بشریت، بهش گفته میشه نمیدونم دین مبین شیعه. مثلا تازه اینا ورژن های مثلا شیعه ادعا داره که ما چیز هم هستیم، ما خیلی برحق، ما احکام رو بروز میکنیم، ما بر اساس قوانین روز داریم چیز میکنیم دیگه. حالا این یه بخشی از رشته توی پوتی بود که من نوشتم. اگه حالا دوستان میخوان احیانا با مدارک و چیز به اصطلاح شات های سایت هم توش هست، من این رو زیر پست توییتر جمهوری بی خدایان راجب برنامه امروز من این رو منشن میکنم. اگه دوست دارن مدارک و مستنداتش رو ببینن، دوستان میتونن به توییتر مراجعه کنن و این مستند رو ببینن. حالا یه مقدار این ادامه داره، من نمیخوام خیلی یک طرفه صحبت کنم، مخاطب متکلم وحده داستان باشم، من بخش دیگه ایش رو یه خورده که دوستان صحبت کردن من ادامه این مسئله رو دوباره عرض میکنم خدمتتون. ممنونم ازتون. ممنونم ازت کرمیت جان، خیلی جامع و کامل بود. خانم سبا، من فکر میکنم شما مارک زدید، حالا در تایید بود یا میخواستید صحبت کنید. الان عذرخواهی میکنم از شما، صحبت های سامان رو میشنویم، بعد خانم سبا صحبت های شما رو میشنویم. ممنونم ازتون. سامان جان شروع کن.
درود مجدد میگم، چون یه سلام علیک اول کردیم و خیلی ها نبودن. درود میگم به همه کسانی که الان اضافه شدن، به ویژه خانم سبا آلاله که روانشناس کودک هستن، کارهای جامعه و تحقیقی بسیار زیادی در داخل کشور انجام دادن و بسیار میتونیم امروز از وجودشون استفاده کنیم. به هر ترتیب روی کرده ما نقد اسلام هست، ولی ایشون روی کردشون اجتماعی و بر اساس واقعیت روی زمین هست و خیلی قطعا میتونن به ما کمک کنن. اما من نکته که میخوام بگم با توجه به اینکه ترمیت عزیز خب مأخذ و در واقع منابع اسلامی رو گفت، یه بخشش به تاریخ صدر اسلام اشاره کرد، مسئله عایشه، مسئله فاطمه و بعدم فتواهایی که خمینی داده بوده، من بر اساس تجربه شخصی خودم طی همه این سالها و به ویژه اون برنامه درباره جایگاه والای زن داشتیم در تقریبا یکی دو هفته پیش که خیلی هم سر صدا کرد و حالا اگر لازم شد حتما بابک جان در موردش توضیحاتی هم خواهد داد، اینکه چه واکنش هایی داشته، چه تلاش هایی دارن میکنن که اون برنامه ما رو حالا یه جورایی مثلا خونسا کنن. من میخوام به یه نکته اشاره کنم، دوستان خصوصا عزیزانی که شنونده هستن و میکروفون ندارن به این موضوع توجه کنن. ما وقتی که میرویم به سوی تاریخ اسلام یا متون اسلامی، همواره مالکشان اسلام میآیند و موضوع رو در واقع میبرن تو بحث تفسیر و نه اینجوری نبوده نه اونطوری نبوده. یه مثال خیلی واضح میزنم که روشن بشه. به طور نمونه وقتی ما اون خطبه 80 نهج البلاغه رو گفتیم، به ترتیب کتاب نهج البلاغه مورد تایید شیعیان هست و به امام علیشون خیلی افتخارم میکنن، ولی وقتی اونجا گفتیم آقا در خطبه 80 گفته زنان عقلشون ناقصه، ایمانشون ناقصه، اومدن گفتن نه این خطبه از محکماتش نیست، اینجوری است اونطوری است. یعنی کسی که میداند اسلام چه افتضاحی است علیه زنان، علیه کودکان، علیه حقوق بشر، اینو میدانه، مثل من، مثل کرمید، مثل خیلی های دیگه تو این اتاق. اونایی هم که نمیخوان قبول کنن و چش و گوشو بستن و تعصب دارن و که بله اسلام بهترین دینه به قول کرمیت، خیلی هم تازه ورژن شیعه عالیه و اینا، که اونا هم به همین صورتن. اما من میخوام بگویم یک دین در واقع مجموعه از رفتار تاریخی پیروانش و به ویژه اربابان دین، علمای دین، نمیدونم بزرگان اون دینه. یعنی ما نمیتونیم فقط به استناد صدر اسلام، چرا؟ برای اینکه اینایی که میخوان ماله بکشن میگن نه اون صدر اسلام اینطوری بوده اونطوری بوده، مثل همین قضیه سن عایشه. ما وقتی در طول تاریخ نگاه میکنیم و حتی همین دوره معاصر خودمون، میبینیم که چه فشارهایی به دختران وارد میشه، میبینیم که چه کودک همسری در جوامع بنا به اینکه قبحی نداره در اسلام صورت میگیره. بنده در مناطق استان گلستان که بخشی سنی نشین هست بین ترکمنها و بلوچها و البته قسمت عمدش هم شیعه نشین هست، معلم بودم سالهای سال، میرفتم کلاس مثلا آبان ماه، آذر ماه، دو ماه سال تحصیلی گذاشته، میبینم فلانی غایبه، دختر مثلا 14 ساله کلاس اول یا دوم دبیرستان، بچه‌ها مثلا صدیقه کجاست؟ آقا ازدواج کرد. یعنی میخوام بگم شما به این فکر کنید که فارغ از آنچه که منابع اسلامی چیست، متون چیست و صدر اسلام چی بوده، آیا درست است و ما درست میگوییم یا دیگران، به این فکر کنید به آنچه که در طول تاریخ در تمام جوامع اسلامی از اندونزی در شرق آسیا تا اندلس در قلب اروپا اتفاق افتاد. وقتی ما اینو ببینیم اون وقت میفهمیم که هیچ جای دفاع نداره و هر کسی غیر از این بگه با احترام به تمام انسانها، یا از عمدن تجاهل میکنه، نمیگم نادانه، میگم تجاهل میکنه و یا نمیدانه که چه خبره. خیلی ممنون که گوش کردین به صحبتهای دیگر عزیزان، خصوصا خانم آلاله گوش. ممنون سامان عزیز. خانم سبا میشنویمتون. مرسی ازتون، ممنون. خب من موضوع رو از اینجا شروع بکنم که خب مواردی رو که حالا دوست عزیزمون کرمیت گفتن در همه ابعادش، در همه ابعادش از نظر روانشناسی کاملا جز دسته سوء استفاده های جنسی از کودکان حساب میشه. خب ما همه ما میدونیم دیگه طبق کنوانسیون حقوق کودک، کودکان یعنی سن کودکان سن 18 ساله. خب این بحثی نیستش که یه تعداد مثلا فقط افرادی بودن که مسئله زیستی کودک رو در نظر گرفته باشن، نه، وقتی که این سن تایید میشه
خب تعدادی از روانشناسان، تعدادی از جامعه‌شناسان و تعدادی از افرادی که تمام ابعاد یک کودک رو در نظر گرفتن. خب بعد کودک فقط بعد جسمیش نیست، بعد روانیش نیست، بعد تمام ابعادش هست، بعد زیستی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، تمام ابعادی که یک کودک میتونه باهاش درگیر باشه رو در نظر گرفتن و بر اساس اون سن 18 سال رو برای کودک تعیین کردن. به این دلیل که خب من از دیدگاه خودم بخوام بگم، خب کودکان به چه دلیل اصلا 18 سال نیاز دارن؟ به این دلیل که خب کودکان زمانی که به دنیا میان تا خب حدودا سن 6 تا 7 سالگی که وارد ساختار جامعه میشن، حالا وارد مدرسه میشن، اونا نیاز به یک مهارت‌هایی دارن و نیاز به یک حمایت‌های همه جانبه حالا والدین که حالا افراد امن زندگیشون هستن دارن. بعد که وارد ساختار جامعه میشن که خب ساختار بعدیشون ساختار مدرسه میشه، افرادی هستن که خب از معلمان و حالا آموزشیارانشون هستن، جزء دسته دومی هستن که کودکان باشون روبرو میشن و کودکان باز هم نیاز به حمایت دارن، باز هم نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن دارن، به دلیل اینکه هنوز به رشد تکاملی مغز نرسیدن. من یک مثال فقط در رابطه با کودکان بزنم. کودکان حتی که ما حالا در ایران بهش میگیم دوره نوجوانی، دوره نوجوانی کودکان حتی در رابطه با مرگ هم به دلیل اون به این، من اینطوری بگم، کودکان دیدگاهشون نسبت به مرگ اینه که مرگ پرسه ایه که برگشت پذیره، یعنی من اگر بمیرم دوباره برمیگردم، به دلیل اینکه هنوز به اون رشد مغزی نرسیدن. بعد در نوجوانی به یک ثباتی از این تعریف میرسن، ولی به هیچ عنوان این ثبات و پایداری نداره. به دلیل همین خودکشی در نوجوانان بسیار زیاد هست. یکی از دلایل خودکشی درتون به دلیل اینه که هنوز به اون ثبات نرسیدن. میخوام من این رو بگم که چرا این مثال رو زدم، به این خاطر که میخوام بگم که کودکان و نوجوانان هنوز به یک رشد تکاملی و رشد کاملی نرسیدن که بتونن حالا درگیر مسائل زندگی، مسائل حالا رابطه های زناشویی بشن. خب من فکر میکنم مثال های خیلی خوبی زدین از کودک همسری که خب کاملا این مسائل رو که متاسفانه الان پیش میاد با این چیزی که حالا در اسلام هست کاملا با حقوق کودک، با سلامت روان کودک کاملا همه اینو منافات داره. یعنی من فکر کنم مثلا حتی نیاز هم به تخصص نباشه که یک روانشناس بیاد بگه. ما خودمون میدونیم که یک قانون، یک کودک همسری چه میتونه، یک کودکی که در زیر 18 سال ازدواج میکنه میتونه چقدر یک حجمه زیادی از سلامت روانش به خطر بیفته به دلیل مسائل دیگه. یه مسائل دیگه‌ای که خیلی جالبه بهتون بگم که خب در همین شرطی که گفتید اینجا بسیار تاکید داره که دختران زود ازدواج بکنن، ولی در همین جایی که میگن دختران باید زود ازدواج بکنن بسیار دریغ میکنن از آموزش ها و مهارت هایی که به کودکان داده بشه. یکی همین مسئلهش مثلا آموزش های جنسیه. خب فردی که بخواد ازدواج بکنه قطعاً باید آموزش های جنسی و یا خودمراقبتی جنسی رو آموزش ببینه، ولی خب یکی از مسائلی که من باهاش درگیرم اینه که سیستم آموزشی کاملا با این مسئله مخالف هست که این خودمراقبتی جنسی و تربیت جنسی به کودکان آموزش داده بشه، ولی به هیچ عنوان اگر دختری 14 ساله ازدواج کرد هیچ مشکلی ندارد، دختری 15 ساله هم ازدواج کرد خب هیچ مشکلی نداره، میتونه ازدواج بکنه، در صورتی که خب هیچ آموزشی نگرفته. خب همین دوران قاعدگی که ما متاسفانه هیچ آموزشی به دخترانمون داده نمیشه و باید داده بشه، همین پروسه یک بحرانی هست در اون سنین که در سنین نوجوانی که برای دختران ما هست، یک بحرانی هست که خب هیچ آموزشی بهش داده نمیشه، ولی از همین دختر ما توقع داریم که میتونه در سن 14 سالگی 15 سالگی حالا چیزی که مشخص شده 13 سالگی به بالا اشکالی نداره میتونه ازدواج بکنه، در صورتی که هیچ آموزش نداره. در پسران هم همینطوری، ما در پسران در دوران بلوغ چندین بحران داریم که نه تنها هیچ آموزشی در مدارس بهش داده نمیشه، ولی خب اگر همین پسر هم در 17 18 سالگی ازدواج بکنه هیچ اشکالی نداره و میتونه رابطه جنسی رو انجام بده بدون اینکه هیچ آموزشی دیده باشه. خب من فکر میکنم همین مسائل رو میتونیم، این پارادوکس ها و این تضادهایی رو که دارن رو جدا بکنیم و بگیم که چقدر اینها میتونه
سلامت روان کودک و حق و حقوق کودک رو به خطر بندازه. من همیشه رابطه تنگاتنگی بین حق و حقوق کودک میدونم با سلامت روان، به خاطر که این دوتا بسیار در هم تنیده شدن. یعنی شما در هر جایی که ببینید حق کودکی پایمال شده، قطعا سلامت روانش هم دچار خطر میشه. یک موردی رو که فقط بخوام مثال بزنم، تبعیضه. تبعیض خب یک از حقوق کودکانه که وقتی بهش دچار میشن مستقیما در روان اونها تاثیر میذاره و آسیب‌هایی براشون داره و همین چند تا مورد من فهم میکنم کاملا بتونه مشخص بکنه که متاسفانه اون چیزهایی رو که ما در اسلام دیدیم و اون چیزهایی رو که گفتن کاملا با سلامت روان کودک و با حق و حقوق کودک در تضاد هستن و چقدر اینها میتونن سلامت روان کودک رو به خطر بندازن و چقدر هم میتونه بزرگسالی یک کودک رو درگیر خودش بکنه و متاسفانه بتونه از یک کودک اون آسیبی رو که متاسفانه در کودکی میخوره، همه ما فکر کنم بدونیم این رو که کودکان آسیب‌هایی رو که در کودکی میخورن در بزرگسالی با همراه خودشون میارن و چقدر میتونن این مسائل رو گسترش بدن و به موارد دیگه زندگیشون هم بست پیدا بکنه. ممنون از این فرصتی که به من دادید. بسیار ممنون محسن عزیز، میشنویم شما رو. درود به همگان، خرد یارمون باشه، مخصوصا امشب خرد یار من باشه، من یه خورده بتونم صبر داشته باشم تو این موضوع، یه خورده صدامو نخوام بلند کنم. ببینید، اسلام در امتداد رسوم عرب در زمان قبل از اسلام بوده، پس اومده یه سری فقط مثلا جهاد و توضیح داده، اما مثلا حج و توضیح نداده تو قرآن، ما مرسم حج و توضیحشو نداریم، اما جهاد و نمیدونم خمس و زکات و توضیحشو داریم، چون مراسمیه که اسلام به سنت عرب اضافه کرده. زن در اسلام هیچ سن و حدودی با سرش در نظر نگرفته شده، فقط این بوده که آیا این زن اولین دوره پریود رو دیده یا ندیده، یعنی تقسیم بندی اسلام فقط در همین حدود بوده. به خاطر همین ما دختر بچه، نمیدونم خانم بزرگ، نمیدونم خانمی که به عقل رسیده باشه در اسلام نداریم، فقط زنی که در اسلام مطرحه و زن مانند رسوم عربی فقط مایه لذت مرده و هیچ ارج و قرب اجتماعی نداره. از طرفی این برخورد اسلام و مسلمین با دختر بچه ها باعث میشه که از عزت نفس اونا کم بشه، اونا این تصور رو داشته باشن که حتما کمبود و کسر و اشکالی در خودشون دارن و تو بزرگسالی باعث عدم اطمینان به نفسشون میشه. من دوست دارم بیشتر دوستان مسلمون بیان صحبت بکنن، چون واقعا خشکینم از اتفاقایی که افتاده تو ایران. دوست دارم ببینم چه دفاعی از اسلام میکنن تا ما هم جواب گوشون بشیم. تشکر میکنم محسن عزیز. محمد، میشنویم شما رو. با توجه به اینکه دوستان محمد، آقای محمد هم روانشناس هستن. آقای محمدی، منظورت منم؟ بله بله سلام و شب بخیر خدمت شما و دوستان عزیز. من یه اصلاح کوچیک بکنم، اگرچه که اینترستم روانشناسی هست، ولی خب من روانشناس نیستم، پزشک عمومی هم و البته خب حالا مطالعاتی هم در زمینه روانشناسی دارم. ببینید، من سوال جا میشه بپرسم این تاپیک رو کی انتخاب کرده؟ تاپیک نتیجه تصمیم گیری گروهی بچه جمهوری بی خدایان هست با توجه به حوادث اخیر دیگه، با توجه به حادثه ای که برای ساناس 17 ماهه در هفته پیش اتفاق افتاد و توسط پدرش بهش تجاوز شد و جونش از ببین
نمیدونم چجوری بگم. ما انقدر کرمیت عزیز یا سرکار خانم سبا یه توضیحی دادن، مخصوصا خانم سبا که بکنم تشریف بردن، گفتن که این انقدر موضوع بدیهی است که ما نیاز نیست که کارشناس باشیم که این رو بفهمیم، هر آدم عادی هم این رو میفهمه. اون یک جنایت دیگه. خب این چطور؟ یعنی جزء بدیهیاته. یعنی سکس با کودک، ازدواج با کودک، مثل اینه که شما، من از شما میپرسم الان اگه یک نفری مثلا تو خیابون داره راه میره یه اسلحه بکشه به مغز شلیک بکنه، این چه فعلی مرتکب شده؟ میشه سویلا بگی چه فعلی مرتکب شده در همه جای دنیا مثلا یه نفر این اتفاق یعنی چی؟ قتل عمد. قتل، یعنی قتل عمد و جنایت دیگه، درسته؟ بله درسته. این اتفاق یعنی ازدواج با کودک، سکس با کودک هم نوع جنایت دیگه. من نمیدونم چرا مثلا ما میخوایم بگیم الان بشینیم همدیگه رو توجیه کنیم یا بحث بکنیم راجع به یک موضوع. این موضوع مگه موضوع فلسفی است؟ مگه موضوع پیچیده است؟ به نظرم خیلی ساده تر. حالا من به احترام شما اومدم اینجا و دارم میگم و ببخشید وقت میگیرم. دو روز پیش در اتاق متافیزیک علم ادیان رفتم بالا، کافی عزیز من مودریتور کرد، وقتی داشتم صحبت میکردم در رابطه با اتفاق تازه افتاده بود، داشتم میگفتم که من خیلی ناراحتم، عصبانیم، حالم بده از بابت این خبر. یک نفر از توی اسپیکرها گفتش که خانم بی خود جمع رو احساسی نکن، و اگر در مورد اصلا ربطی هم نداشت، یعنی نه مودریتور بود نه کسی، فکر میکنم یکی از طرفداران آقا دوستان باورمند طرفدار اسلام بود، و گفتش که بیخود جمع رو احساسی نکن و به تاپیک بپرداز. یعنی میخوام بهتون بگم برای خیلی از افراد اتفاقات این چنینی انگار اصلا اهمیتی نداره. ببین سویلا جان، ببین من متوجه این بحث هستم و من دارم از به گونه معکوس بحث میکنم. یعنی عرضم اینه که ببینید، ما اگر که واقعا اگر که کسی این موضوعات براش پیش پا افتاده است، یا اینکه این موضوع سکس با کودک و ازدواج با کودک رو مجاز میپنداره، به نظر من اصلا نباید با این آدم گفتگو کرد، نباید با این آدم بحث کرد. با کمال احترام، ببینید بعضی وقتا یک جمله رو از یک بزرگی میدیدم که میگفت که این که من به هر عقیده احترام بگذارم، احترام به بعضی از عقاید توهین به خودم، حد اکثر میتونم در مقابلش سکوت کنم. خب یعنی میخوام عرضم اینه که حالا ممکنه که دوستانی که به این باور دارن که دختره نمیدونم زیر 8 سال و 7 سال میشه اینجوری که آدم از درون میخواد منفجر بشه وقتی که من صحبت های کرمیت رو میشنیدم که اینها واقعیت هایی که وجود داره و مستنداتش هم هست، که چجوری میتونه آدم با یه دختر 9 سال سکس بکنه و به این شرطی که اینجوری باشه این گناه خود، جنایت واضحه. و کسی باور نه، حالا کسانی که اعتقاد دارن به این که این جنایت نیست، خب برن این کار رو انجام بدن. یعنی عرضم اینه که ببینید وقتی یه کسی مثلا میگه که شما با کسی میخوایم، دقیقاً بحثی که ما داریم میکنیم الان، اگر که بخوایم موافق و موافق، اگه ما همه موافقیم که اصلا با هم بحثی نداریم، اگه بخوایم موافق و مخالف بحث کنیم، دقیقاً مثل اینه که شما یه تاپیک بذارید که دزدی خوبه یا بده، دوزی خوبه یا بده، مثلا نمیدونم فوش دادن خوبه یا بده، بعد شما با یک نفری که موافق دوزیه بشین بحث بکنی به این که مثلا نه دلیل بیاریم که دوزی بده. میخوام بگم سویلا جان، میخوام این رو بگم که انقدر این بحث سکس با کودک، بحث کودک همسری، بحث ازدواج با کودک انقدر جزء بدیهیات الان جامعه است و انسان هاست که اگر واقعا ما بخوایم، یعنی هیچ من بستری برای بحث در این فرآیند نمیبینم. اگر کسی واقعا نمیدونم، نمیخوام که ببخشید چشم الان من قطع میکنم، نمیدونم چه جوری بیان کنم، نمیخوام وقت تو رو میخوام بگیرم، من نمیخوام وقت یه رازی بیتوفوت شما ببند، وقتت محفوظه بابا جان، وقت تو میگیره.
میخوام در ادامه صحبتت به این نکته توجه کنی، چیزی که میخوام بگم. عزیزم شما فرمودی و درستم گفتی که خیلی موضوع واضحی است و فلان، و مگه میشه کسی بیاد از این موضوع دفاع کنه؟ دزدی رو مثال زدی. من شما پیشنهاد میکنم، حالا چه تو قسمت بچه‌هایی که بالا هستن چه بعدن پایین بری و گوش کنی، شما تا انتهای بحث باش. من پیش بینی میکنم که هستن کسانی که میآیند و از موضوع دفاع میکنن، زیرا فرضشون موضوع کودک همسری یا امثالهم نیست. فرضشون بر این است که اسلام بهترین، کاملترین و بی ایرادترین عقیده موجود در طول تاریخه، و در نتیجه هر آنچه که در اسلام مورد تایید علمای اسلام بوده و در اسناد حالا هم صدر اسلام و هم بعدها در طول تاریخ اومده قطعاً چیز مفید و صحیح است، و اگر اشکال است در گیرنده های ماست نه در فرستنده ها. من به تو پیشنهاد میکنم تا آخر بحث باشی و مثل من دو تا شاخ احتمالاً روی سر ما سبز خواهد شد. ادامه بده. مرسی سامان جان. من این بحث رو ببندم که بعد به این نکته اشاره میکنم، چون من شناخت کافی و کامل از اسلام دارم و آدمهای مراجع تقلیدی رو میشناسم، مثل آقای کمال حیدری الان در قم که به شدت مخالف این مباحث هست. به هر حال دین درش تحریف‌های بسیار بسیار زیادی شده. ما یه تاپیک جداست، این اگه تاپیک باشه من خیلی دوست دارم که یه وقتی بیایم راجبش اصلا صحبت کنیم، که این بحث اسلام و قواعد و احکام و خیلی از مسائل دیگه‌ای که الان من و شما بهش انتقاد داریم در چه بستری و توسط چه کسانی آورده شده و چه تحریف‌هایی به وجود اومده و و و خیلی خیلی موضوع مفصل هست. ولی الان هم افرادی هستن که به هر حال من بدون اینکه هیچ دفاعی بخوام بکنم، الان عرض کردم بحث جداگانه است، اصلا نمیخوام در این زمینه الان باب سخن رو باز کنم، اما کسایی هست مراجع تقلیدی الان هستن که مخالف بسیاری از این احکام اولیه اسلام هستن و معتقدن که بسیاری از اینها باید متناسب با شرایط همون چیزی که شما فرمودین، فکر میکنم در مورد بحث شیعه که افتخارش این است که میتونه اجتهاد بکنه و مجتهد باید که متناسب با شرایط روز و فرهنگ روز و اقتضائات روز احکام رو تغییر بده. با این مبانی من کار ندارم، ولی خب در زمانش اگر لازم باشه میتونیم با هم صحبت کنیم. هر زمینه که یک همچین موضوعی انقدر بدیهی است که اگر کسی ازش بخواد دفاع بکنه من حقیقتا اصلا باش صحبت نمی کنم، یعنی باش گفتگو نمی کنم، ارزش گفتگو کردن نداره. یعنی دقیقا مثل اینه که یک نفر شما با یک قاتل بگی یه نفر آدم کشتن کار خوبیه، یه نفر من بگم کار بدیه، بیان بشینیم با هم صحبت کنیم که آدم کشتن کار خوبی یا بدیه، خب اون آدم دیگه اصلا چه صحبتی دارم باش بکنم. یا یعنی اینکه دزدی همینجوری که به شما گفتم، این موضوع انقدر واضحه، اگه کسی از این موضوع بیاد بخواد حمایت بکنه و از این دیدگاه حمایت بکنه اصلا گفتگوی شکل نمیگیره. خیلی جزء متوجه ارزم هستین، میدونی که ما در مثلا مباحث ادبی در تعریف بعضی از لغات میگن بعضی از لغات دیگه تعریف نداره، بدیهی است. ما قرار بشه راجع به بدیهیات بیایم حرف بزنیم الان، من واقعا برای خودم، برای جامعه، برای بشریت و برای زندگی متاسفم که ما بخوایم راجع به بدیهیات این چنینی صحبت بکنیم در یک فضایی که فضای کلاب هاوس هست، فضایی است که به هر حال آدم هایی دسترسی بهش دارن که به نظر میاد باید از یک سطح سواد و حال دانشگاهی، آکادمیک، فرهنگی، اجتماعی و به لحاظ سوشیو اکونومیک از یک سطح بالای برخوردار باشن. اگه اینجور آدم ها معتقد باشن که با یک کودک 9 ساله میشه ازدواج و سکس کرد، من واقعا با همچین فردی گفتگوی نخواهم داشت. خیلی متشکرم، ببخشید از اینکه زیاد صحبت. نه خواهش میکنم، من عذر میخوام که تخصص شما رو اشتباه معرفی کردم. آقای محمدی، آقای ناصر 4 دقیقه وقت دارید. تشریف ندارید شما؟ آقای اسد به شما میرسیم، شما بعد از آقای اهورا هستید. آقای اهورا اگه صحبتی دارید بفرمایید تا بعدش ما بخواییم سراغ آقای درود. متشکرم. اگه میشه بعد از آقای اسد بیام. بله ممنون آقای اسد، بفرمایید. خیلی تشکر از دوستان و خیلی تشکر از توضیحات آقای محمدی درباره ای که یک همچون چیزی بدیهیه، ولی به نظر من کار اصلی ما هم بداهت زدایی از همین چیزهایی هست که ما فکر میکنیم خیلی بدیهی است و گفتگو درباره یک امر بدیهی به معنای. من
یعنی اصلا مسئله که سکس با کودک را همونطور که آقای محمدی گفت یک چیزی بده و چندشاوره و تکاندینده همه ما میدانیم، ولی 16 تا از مجتهد اعلم شیعه به شمول آیت الله خمینی در تحریر الوسیله اگر ببینید ازدواج با کودک را جایز دانسته. یعنی اصلا یک بحث در تحریر الوسیله آیت الله خمینی هست که اگر کسی با کودک شیرخوار ازدواج کنه آیا اشکال شرعی داره یا نداره. بعد فتوای آیت الله خمینی که ازدواج با کودک هیچ اشکال شرعی نداره و یک بحث دیگر در اونجا آورده، بحث تفخیز، فخز در لغت عربی هم طور که همه میدونه باسنه. بعد میگه که تفخیز کودک شیرخوار هم آیت الله خمینی در تحریر الوسیله میگه اشکال نداره، ولی اگر یک سکس کامل با کودک انجام بده اشکال داره. و ولی دستمالی به قصد شهوت را آیت الله خمینی در تحریر الوسیله مجاز میدانه و همینطوری 16 تا از مجتهد اعلمی شیعه که البته خویی یک از اونا بود که رفته. یعنی منظور ایه که ماجرا چندان بدیهی نیست اونطوری که ما بدیهی تصور میکنیم در جامعه اسلامی و حتی در جوامع توسعه یافته. مثلا در امریکا خود چایلد مریج در بسیاری از ایالت‌های امریکا فعلا قانونیه. یعنی یک موضوع چندان بدیهی نیست، منظورم اینه. ولی ماجرا کجا؟ ماجرایی که مشکل در اینجا، خب ما با یک قانون شرعی بلوغ مواجه هستیم که این قانون شرعی بلوغ که سن 9 سالگی تعیین شده، ای با قانون بلوغ، با مثلا با بلوغ جسمانی دخترها ای همخوانی نداره. خب علما در یک پارادوکس قرار گرفته. الان خود تعیین سن بلوغ در کشورهای اسلامی یک مسئله بسیار پیچیده که اینا از یک طرف باید بیای معیار 18 سالگی رو به عنوان سن بلوغ قبول کنه و از یک طرف دیگه یک مجموعه احادیث و روایات و سنت و یه چیزهای هست که اینا رو بخواد با اینا سازگار کنه. یک مشکل خیلی بنیادی باز هم در این مورد که معمولا علما گیر مانده و واقعا نمیتونه از اون فرار کنه یه که خود حضرت محمد به عنوان بنیانگذار اسلام خودش با عایشه در سن 6 سالگی ازدواج کرده. خب این در تاریخ طبری و بسیاری از متون آمده، ولی بعدن البته خیلی ها میخواه یک سن دیگه پیدا کنه. ولی مطابق تمام تاریخ که او زمان نوشته شده، خدیجه همسر محمد دایه عایشه بوده و بعدن هم وقتی که ببخشید وقتی محمد خواستگاری عایشه رفت، عایشه در کوچه بازی میکرد، اون میرومان مادر عایشه گفت که من نه این بچه میخواهم که بازی کنه. محمد گفت عقل ما و عایشه در آسمان بسته شده. در مجموع بحث دامن پیدا کنه خوشحالم، ولی منظورم این بود که فقط میخواستم این نکته را برای آقای محمدی بگم که اینقدر که ما بدیهی تصور میکنیم چندان بدیهی نیسته و خوبی مباحث اینچنینی ایه که ما بداهت زدایی کنیم از چیزهایی که واقعا در جامعه خیلی بدیهی تلقی میشه. من مشخصا موافقم که بسیار پدیده چندشاوره، ولی حل پیدا کردن یک رای حل برای این مسئله که ما این سکس با کودک یا ازدواج با مثلا دختران زیر سن را یک مبنای حرمت، این را یک مبنای شرعی پیدا کنیم، این خیلی خیلی کاری دشواره برای کسایی که بیشتر در دنیای فقه و شریعت بوده. و مجتهد را که شما گفتین که اجتهاد یک نوع استنباط برای بازنگری و تفسیر امروزی کردن اسلام، باز هم همین 16 تا مجتهد اعلم ما اینها فتوا داده که ازدواج با کودک زیر سن جایزه و حتی دستمالی یک کودک شیرخوار به قصد شهوت، چیزی که واقعا شنیدنی هم حرف، همونطور که خود شما گفتید انسان رو دیوانه میکنه که اینا چی دیوانه های هسته که یک همچه حرفایی رو میخواید در جامعه بگه. تشکر دوستان.
ممنونم اسد عزیز. محمد جان بس ما میخوایم که پینگ پنگ. بابک جان اگه شما صحبتی داری بگی. نه من فقط داشتم تشکر می‌خواستم تشکر کنم از بحثی که کردیم میکنیم. و آقای دیبا رو من در یکی از میخوام بودا آقای اسد بودا رو من در یکی از روم‌ها دیدم و خیلی ازش تشکر کردم و اینجا هم ازش تشکر میکنم که در واقع در مصاحبه ما در واقع در این مصاحبت ها داره شرکت میکنه و اطلاعات بسیار خوبی هم دارن ایشون. آقای محمدی صحبت دارین؟ من فقط یک کوچولو میخوام عرض کنم. اسد جان خیلی خوب توضیح دادن و من کاملا باشون موافقم. ببینید منظور من از این که موضوع اینقدر بدیهی است عرض کردم که به صورت معکوس دارم صحبت میکنم، یعنی میخوام بگم که از اون طرف انقدر قباحت داره، انقدر کثافته، انقدر زشته این فرایندی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که هر کسی میخواد بهش معتقد باشه، میخواد مرجع تقلید باشه 16 تا 160 باشه اصلا استفاده داده باشه. ما عقل داریم، فهم داریم، شعور داریم، خودمون بچه داریم، بعضی از ماها ممکنه بچه داشته باشن، از جمله من یه دختر 8 ساله دارم. این عرضم این بود که این ذهنیت رو به این نوع ذهن خودمون رو حداقل انقدر تحریک کنم که ما آخه چقدر بشریت، چقدر انسان باید بدبخت باشه، چقدر باید بیفرهنگ باشه، ببخشید قصد توهین ندارم، خودم رو عرض میکنم، چقدر من باید بیفرهنگ باشم، بیشعور باشم، نفهم باشم، عقب مانده باشم که راضی باشم دختر 8 ساله من بره ازدواج بکنه یک نفر به قصد شهوت بهش دست به ملاخه. این خیلی فاجعه است. از این جهت من عرضم از این که انقدر بدیهی است خواستم به نوعی برسونم قباحت و زشتی و کثافت این فرایند رو، نه اینکه نخواهیم که مثلا ما حالا در این زمینه فعالیت کنیم. خواستم فقط یه توضیح بدم. من با اسد موافقم، منظورم از اون نوع ادبیات این بود که الان عرض کردم. ممنونم ازت آقای محمدی. البته نگفته نموند این قانون به این راحتی تغییر پیدا نخواهد کرد مادامی که در واقع قوانین اسلامی هست، به این دلیل که اگه این قانون رو حذف کنم خود شخص محمد زیر سوال میره به دلیل ازدواجش با عایشه. یاسر عزیز اگه صحبتی داری. بله من فقط یه صحبت کوتاه بکنم در راستای صحبت‌های جناب محمدی عزیز. این که ببینید ما قاعدتا هممون میدونیم که حداقل نگیم همه اکثریتمون میدونیم که این بحث ها خیلی بحث های واقعا چندشاوری. خود من که اینجا الان توی این روم هستم واقعا دارم فکر میکنم چطور من میتونم تحمل کنم بحث هایی که میشه رو در این مورد برای ساعت ها. واقعا فکر نمیکنم توانش رو داشته باشم، انقدر این بحث ها بده. ولی فقط بدی که داره و ما مجبوریم در این موارد صحبت بکنیم اینه که دوستانی که مبلغ دین هستن، دوستانی که معتقد هستن از این چیزا حرف نمیزنن، برای مردم از محبت و صلح و این چیزای دینشون میگن و این مسائل رو هیچ وقت بیان نمی کنن، رو نمیاد. ما با وجود این که انقدر برامون سخته مجبوریم این مسائل رو بیاریم روی. خیلی از دوستانی که به این مسائل فکر نمی کنن و مسلمان هستن، حتی اون مسلمان هایی که ممکنه حجابشون رو هم خوب رعایت نکنن ولی کماکان مسلمان هستن و اصلا به این مسائل فکر نمی کنن. نونید وقتی که ما اینها رو با وجود تمام سختی که برامون داره میاریم رو، دقیقا به همون نکته که شما فرمودین من اشاره میکنم، این که ما عقل داریم، منطق داریم، خودمون کودک داریم، اونها هم هست، اونها هم همینا رو دارن و ما امیدواریم که فکر کنن، ما امیدواریم که در مورد اعتقاداتشون بیشتر فکر بکنن. این سختی رو بچه ها به جون میخرن، در مورد مسائل واقعا چندشاور صحبت میکنن. کرمیت عزیز واقعا من فکر میکنم انقدر رفتن دنبال موارد شرعی پیدا کردن توی این توضیح المسائل و تحریر الوسیله و این چیزا گشتن مثلا خودش اعصاب میخواد، ولی کرمیت لطف کردن رفتن اینا رو کامل در آوردن، فقط به خاطر اینکه به یک سری از افراد که هنوز اعتقادات دینیشون رو فکر میکنن بهترین دینه
و اصلا فکرم نمی کنن در مورد مسائل دیگه، در مورد این چیزا، و مبلغان دینی هم در مورد این مسائل اصلا یا حرفی نمی زنن، یا اگر هم بزنن با توجیهاتی میان این مسئله رو عنوان می کنن. قاعدتا ما مجبوریم این مسائل رو، با وجود اینکه میگم خیلی برای خودمون سخته در موردش صحبت کردن، ولی مجبوریم که وقت بذاریم و صحبت کنیم. ممنونم یاسر جان. آقای ناصر و آقای اهورا هر کدومتون هستید؟ چشم. آقای امین و آقای اسد میبینم اتون پایین، که آقای اسد البته منظورم صلیحیه، صالحی یا صلیحی نمیدونم درستش چیه، میبینم دارید مایک میزنید، ولی اجازه بدید به ترتیب بیایم پایین. دوستانی که صحبت نکردن یه دور صحبت کنن. بفرمایید. بله. ناصر هستی؟ خب آقای رضا اگه تشریف دارین شما. وقت همتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم گفتگوتون شرکت کنم. صدای منو دارید؟ بله صداتون میاد. من همینطور که دوستامون گفتن کاملا موافقم با گفته های همه دوستانی که قبلا صحبت کردن، و این عمل از بس کار و عمل بعدیه که اصلا نمیشه بهش پرداخت، دون از شأن انسانیته. و اینم قبول دارم که ماها باید عادات و اندیشه های ناپسند رو اینقدر تحقیر کنیم و اینقدر مسخرهشون کنیم که به قول معروف چراغ قوه بندازیم روش تا در جامعه دیده بشه و همه متوجه این عمل زشت باشن. شاید به این واسطه به این عمل پرداخته نشه و مرتکب این عمل نشن و به بد بودن این عمل پی ببرن، ولی متاسفانه همینجور که ماها یا تندروهای دینی یک جور تندروی در اعمال نظرهاشون دارن، اعمال نظرهای دینیشون دارن، متاسفانه بعضی وقتا من میبینم دگراندیشان و آتایستای گرامی هم همین اشتباه رو میکنن، یه جوری در ابراز عقیدهشون یه جوری تندروی میکنن که آدم متاسف میشه، یعنی یک جوری لجاجت پیدا میکنه. من گفتم قبول دارم باید چرا قوه بندازیم روش، عمل و زشتی عمل رو نشون بدیم، ولی بعض وقتا این زیاده روی و این تند روی بیش از اندازه، یا بعض وقتا از این اصطلاحات بد استفاده کردن، به نظر من نتیجه معکوس داره. و همینجور که گفتم با تاپیک برنامه‌تون موافقم که این عمل بسیار عمل زشتی و عمل بدیه، ولی اینکه آیا این اتفاقی که در هفته قبل افتاده و یک پدری به یک نوزاد 17 ماهش تجاوز کرده، آیا اینو میتونیم به چیز اسلام بنویسیم یا نه، اینو من نمیدونم، نمیتونم نظر بدم. به نظر من انسانهای روانی در همه جوامع هستن و این کارشون، من نمیخوام هم بگم که مثلا رضا عزیز شکل برخورد جامعه، عذر میخوام رضا جان میونه صحبته، شکل برخورد جامعه با این افراده که مهمه، شکل برخورد افراد دیندار یا قانون. من عرض کردم خدمتون، نمیدونم شما بودید یا نبودید، شنیدی صحبت منو یا نه، در یک اتاق دیگه وقتی این اتفاق تازه افتاده بود، من وقتی مطرحش کردم یه نفر از بین اسپیکرها گفت خانم احساسات مردم برانگیخته نکن، حالا یه اتفاقی که افتاده در مورد تاپیک صحبت کن. و اینکه در کشورهای دیگه چنین اتفاقی بیفته، قانون باها شکل دیگه برخورد میکنه، متوجه هستی؟ شکل برخورد قانون در ایران، رومینا اشرفی سرش توسط پدرش بریده شد، چی شد؟ چند وقت بعدش آزاد شد؟ سهیل عزیز ببین، من این که این کار و عمل زشته اصلا هیچ بحثی درش ندارم، و اینکه اینقدر عمل غیر انسانیه که بازم نمیتونم اصلا بحث کنم دربارش، ولی این به خصوص در رابطه با همین موردی که یه پدر
به یک نوزاد 17 ماهش تجاوز کرده، من شک دارم اینو بتونم در زیر گروه مسلمانان طبقه بندی کنم. یعنی اصلا بدم به یک دفتار. من میخوام صحبت کنم سهیلا، چون میتونه یک غیر مسلمانم این کارو بکنه. اون مقلوبت رایت ندارم از اسلام. من اصلا دوستان حتما اندیشه های منو میدونن و چیز منو میفهمن، میدونن من چیه. بله بله، منصفانه نگاه کنم این قضیه. بله ممنونم. من یه چیزی میتونم بگم قبل از چیز؟ بله بله بابک جان، بعد از بابک رضای عزیز، درسته که غیر مسلمانم یا از هر عقیده‌ای هم میتونه این کار انجام بده، خب اما بحث سر اینه که برخورد اون جامعه به چه صورته. برخورد یک جامعه اسلامی که ما حکومت اسلامی داریم، بعد عملا داریم اعلام میکنیم که اسلام دین آخر هستش و هم کامل هستش و حالا و هزاران صفت دیگه ای که بهش هست، اون چجوری با این پدیده برخورد میکنه، با این مسئله برخورد میکنه و در جواب غربی چجوری برخورد میکنه. تو اروپا اگر یک کسی این کار بخواد انجام بده، تجاوز به هر شکلیش، شاید بگم از قتلم حکمش عملا بدتره، یعنی شرایط خیلی بدی خواهد داشت. اما تو ایران من فکر میکنم رومینا که پدرش کشتش، اولا فکر میکنم چون ولی بود و همون حقوق اسلامی داخلش اومده بود، فکر نمیکنم به قصاص و یا نمیدونم به حساب حکم شدیدی براش برده باشن. و همچنین برای این پدری که اومده تجاوز کرده فرزند خودش، چه اتفاقی براش میفته؟ حکومت اسلامی چه کاری براش انجام میده؟ ممنونم بابک جان. خانم محبوبه، آقا رضا جان برمیگردیم به رضا، قربونت برم. آره میکروفونتونو ببندی، ممنون میشم ازتون به ترتیب که بتونیم بحثو کنترل کنیم. خانم محبوبه میشنوید. درود خدمت مدیراتورای عزیز، سهیلای عزیز، بابک عزیز و محسن عزیز. در توس با تاپیک رومتون میخواستم بگم که اینجور مسائل فقط توی خاورمیانه خیلی عادی هست، که خیلی واضح و مبرهنه که بر اساس همون اسلامی که این آقای ناصر الان اینجا هستن، ما آقای خاتمی کسی که این همه شو کل اینجا هستن. من داری برده خوبا میخواست بگم که این قوانین خاورمیانه و جو اسلام هست، متاسفانه امر عادی و پیش پا افتاده است. یعنی توی خاورمیانه و جایی که اسلام هست به شدت دیده میشه. ما خیلی داریم از این موارد، چون به پشوانه همین اسلام هست که این اتفاقای زشت و زننده و ناراحت کننده میفته. و اینکه کم نیستن، چند سال پیش اهورا 2 ساله اگر یادتون باشه از طریق ناپدریش این اتفاق برش افتاد، امسال تو کودک 17 ماهی این اتفاق برش افتاد. و نمیدونم حالا چه حد با دکتر فرهنگ هولاکویی آشنا هستین، خیلی از موارد واقعی هستن که زنگ میزنن و میگن ما توی خانواده های مذهبی بزرگ شدیم و هممون این اتفاق برامون افتاده. میخوام بهتون بگم که تا زمانی که این جمهوری اسلامی کثافت سر کار باشه، عزیزان من، ما هیچ وقت به تمدن نمیرسیم. همیشه باید شاهد اینجور چیزهای دردناک باشیم. یعنی یه طوری شده که من مادر با عنوان مثال دارم میگم، اطمینان نکنم فرزندم رو بذارم کنار پدرش که مواظبش باشه، اگر کاری دارم جایی میخوام برم خیالم راحت باشه که کنار پدرشه. امثال آقای ناصری که میان اینجا با آیات قرآنی میان اینجا صحبت میکنن و میخوان با نقشه و با هدف میان داخل اینجور روما که بخوان اسلام رو نگه دارن، باید بهشون بگم که متاسفم براشون، چون به زودی این اتفاق میفته که دین کلن از ایران میره و شاهد خیلی اتفاقای خوب خواهیم بود. من متاسفم که این خبرهای ناراحت کننده رو میشنویم و شاهد اینجور چیزای منزجر کننده هستیم. سپاس از وقتی که به آقای ناصر بازه بله. میاد همطوری برای خودت
سه دقیقه وقت داری صحبت کنی ناصر، حالا که هستی تا بعد سریع بریم سراغ اون سه تا دوستی که در آخر در پایین هست، ردیف آخر، آقای امین، آقای اسد صالحی و سمانه. جسارتاً درباره تایتل صحبت بکنم. آره چه من عرض کنم؟ آره دیگه، من میدونم حالا به حساب شیوهت هم عوض کردی، الان بیشتر تخصص پیدا کردی رو مسائل سیاسی، تعقیبت داریم، یعنی میبینیم بلکه ما میایم اونجا در خدمت هستیم، اما امروز در مورد این مسائل چه جا کردی؟ امروز در مورد این قضیه صحبت. عرض سلام و ادب دارم محضرتون، انشالله که ایام به کامتون باشه. عرضم به محضرتون که درباره اون چیزی که دوست عزیزمون گفتن، اون فتوایی که نسبت به دادن با آیت الله خمینی، بله این فتوا رو آیت الله خمینی صادر کرده، در کتاب تحریر الوسیله شون هم هست، اما این مطلقاً سازگار با مذاق اسلام نیست. بنده ادله شو هم عرض میکنم. ناکنی سروران ارجمند، احکامی که در اسلام آمده یا احکام واقعی هن یا احکام ظاهری؟ احکام واقعی احکامی هن که ریشه در قرآن و اطرت دارن، قرآن و روایات، یعنی در قرآن و روایات یک مصداقی برای اونها وجود داره. اما یک سری احکام هستن که در قرآن و روایات مصداقی ندارن و فقیه بر مبنای تتبعات شخصی خودش حکم صادر میکنه، به اونا میگن احکام ظاهری. این مبحث استمتاع رضیعه، این مبحث که شما میگید سکس با کودک یا همون استمتاع رضیعه، این مبحث حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه، یعنی در قرآن و سنت کوچکترین مصداقی ازش گیر نمیاد. آیت الله خمینی با متد اجتهادی خودش این نظر رو گفته که الان به زعم بنده خیلی هم چیز بیخودیه، نه کاربرد داره نه اینکه عقلانیه، و هر چیزی که عقلانی نباشه قطعا دینی هم نیست. خب ناصر عزیز، اول تصحیح نمیشه، دوما نمونهش خود پیامبر وقتی که با عایشه ازدواج کرد. اگر میخوای بیای بگی سن عایشه ال بود و فرزند داشت و این صحبت ها، که ما نمیتونیم قبول کنیم. همین چند دقیقه پیش آقای اسد بودا ارجاع دادن، رفرنس دادن به این سری کتب تاریخی معتبر که دقیقا این بوده و خود شخص عایشه هم ازش نقل قول شده که این مسئله درست بوده. بله، و آقای اسد هم گفتن فقط بله، خمینی بله. نبوده، 16 تا از مراجع این حکم رو دادن. بله بله، آقای اسد بودا هم به این موضوع کردن. بابک جا میکروفونت بازه، صحبت کنی؟ منم میتونم یه نکته. آقای رضا میکروفونتون رو این دفعه بدون اجازه باز کنید، با عذر پیش از اتفاق موت آدینستون میکنم. مایک بزنید، نوبتتون شد صحبت میکنید. بابک جان بفرمایید. عرض بنده البته ناتمام بود، یه نکته هم عرض بکنم ازتون اجازه بابک حرفش بعدش برمیگردیم به شما. آقای بابک دالیوند، صدا تو نداریم، تلفنت هم بازه. صدا میاد بچه؟ بله بله الان میاد. آره میگم عملا دوست عزیزم که داره اینو میگه به خمینی داره میگه که کار غیر عقلی کرده. تا چند سال پیش میگفتن نماینده امام زمانه، شما به نماینده امام زمان داریم میگین کار اشتباه کرده، کار عقلی نبوده. بله ناصر، دو دقیقه وقت نه آقا بابا، دوستامون رو منتظرم. چشم. نه ناکنی، اون رهبری آیت الله خمینی از حیث سیاسی، در حوزه مباحث دینی خب هر کسی، حالا من به عنوان طلب نظر کارشناسی خودم رو دارم و تقلید کردن بر کسی که حالا خودش طلب است و جوی علمه به مراتبی از دانش رسیده حرامه، حالا نظر شخصی بنده بود کما اینکه بله خب مراجع تقلید متعدد. تقلید ناصر چی داری میگی؟ خب نه سرکار خانم، مراجع تقلید متعدد هستند و عرضم به حضورتون که خب من به شخص الان از شخص آیه خامنه ای هم تقلید نمی کنم، از مرجع دیگه تقلید می کنم. ایشون مقام آیه اللهی دارن. جناب ناصر، ما داریم در مورد اسلام حرف می زنیم، نه در مورد مرجع تقلید شما. سویل جان، من یه خواهش میتونم کنم؟ سویل جان میشه خواهش کنم اجازه بفرمایید همون جوری که به ما فرصت میدین که صحبت کنیم، ناصر جان هم صحبت بله خودشونو بکنن در اون تایم؟ بله لطفاً، متشکرم، ببخشید. بله مرسی عزیزم. ناصر دو بله، نظرات فقهی آیت الله خمینی خیلی نظرات هستن که حتی مثلا رهبری فعلی نظرات فقهیشون رو قبول نداره، با هم اختلاف نظر دارن. این یک بحث علمیه و هیچ ربطی به مباحث حکومتی نداره. اون بحث ولایت فقیه و اینا حالا جنبه سیاسیه.
الان خیلی از فتاوا هستش که آقای خمینی دادن تو کتابشون، آقای خامنه ای عکس اون فتوا دادن، یه چیز کاملا علمیه، یه چیز عجیبی هم نیست. اما این رو که عرض کردم، ناکنین در اسلام اون چیزی که میبینید، میگم برای ازدواج دختر، برای تزویج دختر، دختر میبایستی بالغ باشه و برای همبستری با دختر میبایستی اون قابلیت استمتاع داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که سن بلوغ رسیده، علاوه بر این که حیض میبینه، میبایستی قابلیت استمتاع هم داشته باشه از نظر جسمی. و این تابع نظر متخصصینه در اصل ما. یعنی الان شما باید رجوع کنید به پزشکی قانونی، رجوع کنید به متخصصین، یک سنی رو ما اعلام بکنن که بگن این دختر خانم از نظر جسمی وارد یک فاز دیگری شده. اما از نظر روحی هم من قائل به اینم که بله، یک سری ملاحظاتی داریم. یک دختر خانمی از فرض بفرمایید 14 ساله از نظر جسمی بالغ شده، قابلیت استمتاع داره، ولی از نظر روحی خب هنوز کودک محسوب میشه. شما این سوال حق دارید از من بپرسید که آیا موافق هستی با ازدواج این دختر ازدواج بکنه. من عرض میکنم مقولات روانی این چنینی تابع، حالا از منظر روانشناسی تابع طرحواره ها و پیشفرض هاست. قطعا در مدینه در جزیره العرب یک دختر فرض بفرمایید 13 ساله فرسنگ ها با دنیای کودکیش فاصله گرفته بوده، اصلا وارد یک سازوکار دیگه بیشه بوده. سندتون هم بدیم جان، سندتون هم در رابطه با این صحبتی که فرمودید کما که نه، یک امر کاملا مرسوم بوده اون موقع. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، خب ایشون هم مثلا تو سنین کودک، حالا مثلا بعد از بلوغ، حالا بعضی هم میگن مثلا 12 سالگی ازدواج کردن، بسیاری از افراد بودن. این تابع یک مسئله عرفیه و لزوما چیزی نیست که ما بخواهیم در این دوره زمونم اعمال بکنیم. ناصر جان شما تو دقت تموم شد؟ تو دقت تموم شد؟ ولی بله. یه جنبندی بکن که حرفت ناقص نمونه، بعد ادامه میدیم با دوستان. بله نه اینو گفتم. یه نکته من عرض کنم خیلی ضرورت داره، خیلی ضرورت داره. راجع به روم قبلی که درباره همجنسگراها شد، من نظرم رو نگفتم و بایستی بگم نه نه همجنسگرایی که عزیزم آقای ناصر سامان جان اجازه بده. ناصر جان لطفا میکروفون تو ببند، بعد برمیگردیم به اون مطلب. کرمیت جان اجازه بده که سه تا از بچه ها هستن خیلی وقت اون پایین منتظرن، امین و اسد و سمونه رو بریم برمیگردیم به شما، صحبتتون یادتون نره. امین 3 دقیقه وقت داره. آقای سلام عرض میکنم خیلی دوستان. بله صدا خوبه؟ بله بله شما 3 دقیقه از الان وقت دارید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. سلام منو دارید؟ بله بله ببخشید. تشکر میکنم از اینکه وقت اختیار من قرار دادید. من میخوام دوستان رو متوجه این موضوع بکنم که ما باید با واقعیات امور رو بررسی بکنیم، دچار احساسات نشیم، چون وقتی میتونیم به جنبندی درستی برسیم. هزار سال آینده به هنجارهای کرودی ما میخندن. پیامبران هیچگاه دین تولید نکردن، ابزار قدرت تولید نکرده، این روحانیون و فقها بودن که این کار رو کردن. مختص اسلام هم نیست، مسیحی هم همین کار رو کردن. قوم وسطا که اوضاع خیلی وضعی بدتر بود. ببینید شما مدام پیامبر اکرم رو متهم به رفتارهایی رو میکنید که اون موقع هنجار بوده. کی پیامبر گفت بیاد مثل من رفتار بکنید؟ پیامبران آگاهی آوردن. مسیح کی گفت همه باید به صلیب کشیده بشن؟ چی سر مسیح گفتش بیاد این من زندگی بکنه؟ پیامبران همواره در طول تاریخ آگاهی آوردن، آگاهی های آسمانی آوردن، در محدوده هنجارهای زندگی خودشون زندگی میکردن و هیچگاه هیچ پیغمبر رو سراغ نداره که هنجارها رو متحول کنه یا بخواد همه چیز رو تغییر بده. یه اتفاق هیچ وقت نمیفته. زمان قدرت رو به دست میآوردن که محبوب میشدن، یعنی اون موقع که دیگه خود به خود همه یک شکلی میشدن، اون دفعه حاکم هم میشد. شما در نظر بگید تو همین چند سال پیش ازدواج همجنسگرایانه توی اروپا حال به هم زدن بود، تهوع‌آور بود. الان ازدواج میکنن. شما فکر کن الان توی اروپا برای پسر 14 ساله یه خواستگار 16 ساله میاد، میرن با هم دیگه. شما چه احساسی به دست میده؟ برای یه ایرانی که توی یک محدوده توی ایران زندگی میکنه، تمایز دیگه، یه پسر بیاد ابراز تمایل جنسی بکنه به پسر 14 15 ساله، حالا بد میشه نه؟ موضوع همینه، موضوع هنجارهاست. اما مشکل اونجا پیش میاد و داستان اونجا پیچیده میشه که اینها ابزار قدرت میشن. اونجاست که چون نمیتونن و بلد نیستن با علوم روز خودشون رو آپدیت بکنن، دچار مصیبت میشن. ولی عرف رو من همیشه برتر میدونم. الان توی عرف جامعه ما هیچ کس نمیتونه بچه
روستاها توی عرفشون وجود داره. حاکم میبایستی این با آموزش اینها رو درست بکنه و امیدوارم اصلاح بشه. تشکر. ممنونم ازت امین عزیز. آقای اسد صالحی شما 3 دقیقه وقت دارید از الان. شب روز همگی به خیر. سپاس که وقت دارید صحبت بکنم. خیر. در جواب ناصر جان که گفتن ایام به کام شما، میخوام بگم که ایام به کام ما نیست، نه چی در ایران، چی در افغانستان، چی در هیچ جای جهان، وقتی که چنین چیزای وحشتناک اتفاق میفته که و از دید من ریشه تمامی کارهای شنی که اتفاق میفته که داخل کشورهای اسلامی، ریشه در اسلام و ریشه در عمل کرده پیامبر و راهی که پیامبر اسلام شروع کرده بوده داره و پیامبر که پاداش دنبال روها خور و کسایی که جهاد میکردن حور بهشت در نظر میگیره که همیشه آماده جماع و حور و غلمان چیزها بوده و عایشه 9 ساله هم به زعم خودنا یک از نمودهای جنایات هست. از آقای ناصر سوال دارم که سن بلوغ یا 9 سالگی است؟ اگر نیست محمد به عنوان رهبر و پیشوای مسلمین چرا چنین کار انجام داده وقتی که میفهمیده به زعم خود شما که از همه چیز آگاه بوده، چون با خداوند شما همیشه در ارتباط بوده و خداوند آینده گذشته همه چیز رو میفهمیده، پیامبر اسلام چطور چنین کار انجام داده که به عنوان پیشوا و رهبر مسلمین یک نمونه بارز الگو باشه و چیزایی که حال اتفاق میفته که داخل افغانستان، چون من یک افغان هستم میتونم برای شما صدها آمار بیارم، صدها نمونه بیارم که یک مرد 60 ساله 50 ساله من یک دختر 14 ساله حتی 9 ساله حتی 10 ساله بغض خود در میاره و جنایت انجام میده. و در جواب آقای امین باید بگم که گفتم پیامبران از دین ابراز ابزار قدرت نساختن. رفتارهای محمد داخل مدینه شما بررسی کنه، چطور قدرت طلبی و ترور مخالفین و چیزها شما میخواین در رفتار محمد به عنوان یکی قدرت طلبی نمیخواسته انجام بده توجیه بکنن. حملاتی که اینا انجام میدن به تمام عربستان، کشورهای اطراف عربستان و در ادامه خلفای راشدینی که بودن و حالا سایر امام، میخواین اینا توضیح بدن که اینا نمیخواستن ابزار قدرت جور بکنن از دین. زیاد نمیخوایم صحبت بکنم، بیشتر میخوایم بشنوام. اگر که نیاز بود دوباره به من وقت دادن دوستانم بازم صحبت بکنم. تشکر از شما. بسیار عالی، ممنونم اسد عزیز. سمون جان 3 دقیقه فرصت دارید، صدای شما رو. سلام به دوستان، شبتون بخیر. من صحبت خاصی ندارم به خاطر اینکه یه چیز واضح و مبرهنه اون تاپیکی که شما گذاشتید و اینکه درسته که ممکنه این عمل شنیع رو هر انسانی، حتی ممکنه یه آتئیست هم انجام بده، اصلا اجتناب ناپذیره، ذهن مریض همچین چیزی رو میطلبه. ربطی به این شاید نداشته باشه که ما بگیم فقط مسلمونا، فقط مسیحی ها، یا فقط بی دین ها و بی خدا ها. نه، اصلا همچین چیزی نیست. منتها یه چیزی که وجود داره اینه که توی ادیان دقیقاً همچین چیزی رو ترویج میدن. یعنی در حقیقت مثل همین اتفاقی که الان افتاده، من دیروز مطلبی رو میخوندم راجع به همین پدری که این کار رو برای اون بچه 17 ماهه کرده و بچه 5مش هم بوده، که همه نگران اینن که چون هیچ جرمی مرتکب نشده، یعنی تو قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم نیست این کار، حالا یه عملیه که به سببش ممکنه حتی زیر 1 سال به زندان بیفته این پدر، و این هستش که یکم دردناکه. و اون صحبتی که آقای ناصر کردن که نه خمینی یا همچین چیزی رو حالا غلط بوده، آقای ناصر الان نیستن ایشون، یعنی میان حرفا رو میشنون و سریع میرن، یه چیزی میگن و میرن، اینجوری انیشون. تو تحریر الوسیله وقتی که اعلام کرد شما با کودک نوزاد میتونی خودت رو ارضا بکنی، دیگه هر چیزی رو آدمای دیگه‌ای که مثل ایشون اون کتاب رو و اون شخص رو قبول دارن میتونن حکم بدن براش دیگه. و خب در مقام بالاتر از ایشون آقای خمینی، اون پیامبرشونه که کودک 6 ساله بوده که توی داستانهایی که به هر حال هست و تو تاریخ هست، که حتی پدر عایشه میگه این بچه هنوز کوچیکه و به خاطر اون محمد، حالا یه سری میگن رو تو 6 سالگی، یه سری میگن نه 9 سالگی بوده، به خاطر اون محمد 3 سال هم صبر میکنه مثلا.
علی ها صحبت من اینه که در اسلام و ادیان به طور خاص، نه فقط اسلام، به نظر من کل ادیان مروجینش انسانها رو خیلی دوست دارن که ببرن به 1400 سال یا 2000 سال قبل، که شما باید اونجوری باشید و این مشکل ساز میشه. و خب بلخص تو اسلام که پدر قیم و ولی و امیر فرزندشه، که هر کاری با اون بچه بکنه به سبب اسلامی بودن قوانین داخل ایران هیچ جرمی که مرتکب نشده مضاف به اینه که یه مقداری حالا شاید از طرف ذهنیت خودش خوشحالم باشه که حالا این اتفاق افتاده، حالا کاری هم نکردم و بعدش هم میرم دیگه، میرم از زندان بیرون. مرسی از شما که به من تایم دادین صحبت بکنم، هستم گوش میکنم. خواهش میکنم سمانه جان. ضمن این که باز من در واقع منشن میکنم این نکته رو که شکل قوانین به دلیل اسلامی بودن ایراد داره، وگرنه این اتفاق ممکنه هر جای دنیا بیفته و خصوصا وقتی که این اتفاق توسط پدر میفته و کلا توسط محارم. ما هیچ قانونی، مخصوصا پدر، حالا اگر عمو باشه، اگر پدر بزرگ باشه، ما هیچ قانونی اصلا نداریم، چون اونا مالک دختر هستن. کرمی جان اگه صحبتی داری میشنویم. ممنونم. من در واقع دوستان که صحبت میکردن یه چند تا نکته کوچیک رو گفتم شاید لازم باشه اشاره کنم. یکیش همینی که خودتون به زیبایی اشاره کردید، یکی اینه که کلن این اتفاق مختص ایران نیست، مختص اسلام نیست. هر جای دنیا ممکنه آدمهای روانی، آدمهای مشکل دار وجود داشته باشن که از این قبیل کارها انجام بدن. مسئله که هست برخورد دولته. دولت‌ها در کشورهای مدرن بسیار سر چیزای بسیار کوچیک‌تر از این، شما اگه تو خیابون سر بچه داد بزنید، اگه احساس کنن ممکنه بچه رو تنبیه بدنی کنید، بچه رو ازتون می‌گیرن. جریمه خیلی سنگین داره، اصلا اجازه نمیدن پدر و مادری بچه‌ش رو ابیوز کنه، چه برسه مثلا به این جور مسائل، به اینکه بخواید مثلا بچه رو بهش تجاوز کنید یا بخواید باش چیز کنید یا حتی به قتل برسونید. اینها متأسفانه چیزایی که از اون جهت که دید اسلامی نسبت به فرزند این هستش که فرزند دختر اولا نصف آدم حساب میشه، دیه قصاص نداره هیچ وقت. شما حتی یه زن غریبه رو بکشید به خاطر اینکه نصف شما حساب میشه قصاص ندارید، اعدام نمیشید، مجازات متقابل ندارید. چه اگه دختر خودتون باشه که اصلا جزء اموال خودتون حساب میشه، یعنی اصلا کلا مثل اینه که مثلا یه دونه کتاب داشتید مثلا زدید پارش کردید، در این حد باهاتون برخورد میشه. یه نهایتا مثلا فرض کنید حالا دیگه غیر از جنبه شرعی که هیچی، از جنبه قانونی، از جهت نظم اجتماعی یه جرم مثلا فرض کنید ممکنه یه چند سال زندان مثلا دیگه در بدترین حالت ببندن به طرف، در حالی که واقعا جاهای دیگه اصلا خیلی وحشتناک برخورد میکنن با این جور مسائل. اونم پدری که به خود 5 تا بچه داشته، من شخصا نمیتونم تصور کنم که ایشون یه دفعه از نوزاد 17 ماه این کار رو شروع کرده باشه. حالا این نمیخوام تعمیمش بدم یا قطعی چیز کنم، ولی دید شخصی من متاسفانه به این صورته. در مورد آقای ناصر هم که چیز کرد، صحبتایی که کردن، یه چند تا نکته خیلی جالب من توی صحبت ایشون دیدم. البته آقای ناصر واقعا یکی از کاراکترهای بسیار مورد علاقه من هست. ایشون روایتی که از اسلام و تاریخ اسلام و قرآن و ارائه میدن کلا ظاهرا با کل چیزی که 1400 سال پیش وجود داشته کاملا متفاوت هست. ایشون رسما یعنی چند تا ورژن جدید از اسلام رو این اواخر که بعد از کلاب هاوس من باهاش آشنا شدم، یکیش اسلام ایشون هست. یکی از نکاتی که اشاره کردن این بود که گفتن آقای خمینی مثلا فرض کنید حالا نظر خودش رو گفته، ما قبول نداریم. ببینید شما عملا با یه چنین صحبت هایی دارید کلا فقه شیعه رو زیر سوال میبرید. اصلا به فلسفه شیعه اینه که ما مثلا بر اساس احادیث، بر اساس متن قرآن، بر اساس روایت معتبر، بر اساس اینها ما باید بیایم در واقع حتما ممکنه در جزئیات با هم دیگه تفاوت داشته باشن، مراجع تقلید مختلف، ولی در کلیات هیچ تفاوتی با هم ندارن. نمونهش مثلا فرض کنید از خود همین آقای خامنه ای از سایتش استفتا شده، گفتن نکاح نوزاد با اجازه ولی با استمتاعاتی از قبیل تفخیز و لمس به شهوت چگونه است؟ در کتاب تحریر الوسیله امام راحل آمده که این مسئله جایز می باشد. میخواستم بدانم آیا نظر مقام معظم رهبری در این باره با نظر امام اختلاف دارد یا خیر؟ جوابی که سایت رسمی آقای خامنه ای داده، گفته سلام علیکم، مسئله جواز ازدواج با صغیره از مسائل مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است مگر بعضی از آنان. یعنی خود آقای خامنه ای رسما داره میگه تقریبا تمام فقهای شیعه مراجع تقلید هیچ مشکلی با این مسئله ندارن.
حالا اگه دو تا دونشون هم اومدن نظر متفاوتی دادن، عملا اونقدری محسوب نمی، اونقدری چیز حساب نمیشه که بخواید در واقع بهش استناد کنید. من آقای ناصر واقعا یعنی دارن ادعا میکنن، هم آقای خمینی کلا انسانی بوده که احکام ضد انسانی و ضد چیز میداده، ضد اخلاقی و اینجور چیزا میده، و آقای خامنه‌ای هم تایید میکنه واقعا ایشون چنین نظری دارن. خیلی برای من جالبه که چیز میکنن. عرض به حضورتون. یه نکته دیگه‌ای که اشاره کردن ایشون، حالا کاری نداریم که این، بعضی از دوستان همین ادعا رو میکنن که میگن مثلا کتاب تحریر الوسیله یک کتاب فقهیه، این موارد مختلف نظر فقهای مختلف رو جمع کرده اوورده توش، نظر شخصی آقای خمینی نیست. حالا کاری نداریم که در انواع احکام دیگه‌ای که آقای خمینی داده در مورد سکس با نوزاد، سکس با چیز، نه فقط در این، در سایت خودشون هم استفتای خیلی زیادی وجود داره که اوکی دادن نسبت به این مسئله و مشخصا خب نظرشون همین بوده. ولی حتی اگر بخواید بگید اون کتاب هم شما بخواید به اون معنی سعی کنید وانمود کنید اون کتاب نظر شخصی ایشون نبوده و جمع‌آوری چیزاش بوده، مثلا نقطه نظر افراد مختلف بوده، ایشون در کتاب نکاح دقیقاً همون جمله‌ای که من اول جلسه خوندم رو عیناً کلمه به کلمه توی کتاب نکاحش هم داره. حتی فرض کنیم حالا بگیم این دوتا جفتش کتابای تخصصیه، دیگه رساله توضیح المسائل که دیگه برای عموم تعریف شده. بعد تقریبا شما قبل از اینکه ایشون بخواد بمیره، تقریبا اکثر ایرانی‌ها مقلد خود ایشون بودن، طبق کتاب توضیح المسائل ایشون کارهاشون رو می‌کردن. مسئله 24-10 از کتاب توضیح المسائل ایشون گفته اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، خب دختر نابالغ می‌دونیم منظورش زیر 9 ساله، بلوغ از جنس از دید اسلام 9 سال است نه 18 ساله، اگر کسی دختر نابالغ یعنی زیر 9 سال را برای خود عقد کند و پیش از آن که 9 سال دختر تمام شود با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند. یعنی ببینید رسما تنها ایرادی که به این عمل ازدواج و به این عمل سکس با بچه زیر 9 سال گرفته شده اینه که افضاش نکنید. حالا من اول چیز توضیح دادم، ممکنه بعضی دوستان نباشن، یعنی صدمه فیزیکی به طوری به بچه نزنید که مجرای ادرار و مدفوعش یکی بشه. یعنی مادامی که بچه بدبخت رو به اون حالت جر ندید هیچ مشکل خاصی نداره. من واقعا متاسفم دارم این بحثو میکنم، ولی واقعا این دقیقاً این متن فتوای خود آقای خمینی در کتاب رساله توضیح المسائل که برای عموم مسلمینی که تقلیدشون هستن، برای عموم شیعیان در بشه، واقعا وحشتناک این حکم. و اصلا و متاسفانه این همین فتوا رو توی تقریبا تمام فقهای شیعه داریم. این یعنی اصلا اینها کاملا مسائلی هست که برای خود از دید اسلامی کاملا عادیه. اینجور حرکات نه جرم حساب میشه، در بدترین حالت شما بچه 9 سالت اگه غیر مجازم هست سکس بکنید نهایتا گناه محسوب میشه. متاسفانه خیلی راه بسیار زیادی داریم تا بخوایم در واقع این، و ما در واقع تنها کاری که داریم سعی میکنیم انجام بدیم اینجا این هست که این اطلاع رسانی انجام شه. دوستان ما، اون کسانی که میگن اسلام یک دین شخصیه، اون کسایی که میگن اسلام اگه تو خونه ها باشه اشکالی نداره، واقعا متوجه بشن اینطور نیست. شما اگه فکر کنید طرف تو خونه خودش اگه یه همچین جنایتی هم با راجب بچه ها یا به همسر و نوزاد خودش چیز بکنه، یا پدری که بچه خودش رو به عقد یکی دیگه در میاره، به عقد مرد بزرگسالی در میاره که در معرض چنین کارهای قرار میده، اینا واقعا یک دین شخصی نیست، اینا جامعه رو دارن تخریب میکنن. این انسان ها بعدن میخوان بیان دوباره توی جامعه زندگی بکنن. اینا واقعا صدمه‌ای که شما دارید به بخشی از بزرگی از جامعه میزنید واقعا اصلا چیز نیستش. معذرت میخوام، خیلی صحبت کردم. خواهش میکنم. من در حد 30 ثانیه میشه یه چیزی بخونم سریع؟ بله. تجاوز خمینی جنایتکار به یک دختر بچه 4 ساله در نجف. خمینی جنایتکار در دوران تبعیدش در عراق به همراه یکی از مریدان خود به نام سید حسین به خانه یکی از آشنایان به نام سید صاحب می‌رود. صاحب دختری 4 ساله داشت که بسیار زیبا بود. پس از صرف شام خمینی بی مقدمه از صاحبخانه درخواست می‌کند که دختر 4 ساله‌اش را به عقد موقت صیغه خود درآورد. صاحبخانه نیز با افتخار می‌پذیرد. آن شب سید حسین مرید خمینی صدای جیغ گریه دختر 4 ساله را تا صبح از اتاق خمینی می‌شنود. صبح که می‌شود سید حسین نگاهی سرزنش‌آمیز به خمینی می‌اندازد. خمینی که متوجه نگاه می شود به سید حسین می گوید برای ارضای جنسی خود فقط از لای پای دخترک استفاده کرده.
این چیزی که من خوندم براتون فیلمش تو یوتیوب هست که این داستان رو به صورت مکتوب تو یکی از کتاب‌هایی هست که تو کتابخونه ملی هست و اجازه دیدن این کتاب رو نمیدن. من اگر بتونم این فیلم رو برای سهیلا میفرستم که بتونید شما این رو پخش بکنید که خمینی فقط فتوا نداده، خودش هم اون کارو کرده. ممنونم سمونه جان. دوستای اگه اجازه هست، ما به نظریم برای یکی این مشکلات در اسلام وجود داره قد لازم نیست که قدر وسائل پیچیده کنیم به منابعی که هنوز خود ما مطمئن نیستیم، یا همی مثلا تجاوز خمینی در مورد او کودک که پدرش هم تجاوز کرده. ما باید بگم که از نظر اسلام کسی که به محارم نسبی یا کودک خودش رابطه جنسی برقرار کنه با او اعدامه، حکمش اعدامه. و ولی یک راهی فرار گذاشتن، راهی فرارش اینه که فردی که با محارمش رابطه جنسی برقرار کرده و مستحق اعدام، مجازات اعدامه، او این حق را داره که اعتراف نکنه به زبان خودش را، خودش اگر کس خبر نداره و خودش را در معرض نابودی و اعدام قرار نده. ولی من نمیدونم که منبع فتوای یا منبع قانونی که پدر به کودک در ایران تجاوز کرده و نامشخص قانون چی هست دقیقا نمیدانم، ولی در اسلام همچین چیزی مستلزم اعدام. ببخشید من جواب جناب آقای اسد رو بدم. بله. چند جمله کوتاه و همینطور جواب دوست عزیزی بود که آقای امین که میان حرفشون رو میزنن میرن و نمیستن گوش کنن. جناب اسد شما فرمودین که ما به منابعی که ازشون مطمئن نیستیم استناد نکنیم. من شما رو ارجاع میدم به سوره طلاق آیه 4، این که دیگه مورد وثوق همه مسلمان هست. ببخشید من اگر چی کنید، من گفتم ما اینقدر منابع داریم در خود قرآن و حدیث و در سیره و در اجماع که نیاز به منابع نامشخص نداریم. دقیقاً آقای اسد منبعی بود که سمونه جان معرفی کرد و گفت کتابیه که اجازه نمیدن کسی ببینه، و آقای بودا منظورشون اینه که ما به اندازه کافی اسنادی که در دسترس هست رو داریم، حالا لزومی نداره که یه سندی رو که حالا در دسترس نیستش شاید این ایجاد مشکل کنه. منظورشون فقط همینه. درسته. منظورم دقیقاً یک روایت منصفانه هست که ما اگر اونا یک روی کرد خیلی تقلیل گرایانه و ضد انسانی داره، ما کوشش کنیم که همین مسئله رو که الان داریم توضیح میدیم به اندازه کافی همونطور که آقای محمدی گفت به لحاظ وجدانی همه رو له میکنه و عذاب آوره. دیگه اینقدر در قرآن و احادیث و همین خود فتوای خامنه ای رم که دوستا خان اجماع یک بنبستی که در همین تعیین سن تکلیف برای دخترها هست اینه که به لحاظ فقهی اجماع است. وقتی که اجماع باشه هیچ مجتهد شیعی به لحاظ فقهی مخالف اجماع حق فتوا نداره. یعنی منظور به اندازه کافی منابع داریم. اگر این منابع که سمین جان یا سمین جان گفت اگر اینو پیدا کردیم متحقن بود خیلی خوبه که پیدا کنیم برای آگاهی، ولی گاهی اگر حتی بیان می خمینی متجاوز و به این شکل ممکنه که گفتار را از او روندی که واقعا ما نیاز نداریم بیرون کنه به یک نوع جدلی به حاصل بدل کنه. من این نظر شخصی. ممنونم از شما سارا عزیز. صدا. بله مرسی. درود دوستان عزیز. اولا که من یه تشکر ویژه دارم از مقررات رومتون که هیچ چیز مقدس نیست. مرسی، خیلی ممنون. آدم اینجا حداقل اطمینان داره که سانسور نمیشه. بعدش هم من اگه جای شما بودم اسم رومو کودک سکس اسلام نوشتم، اسمش رو نوشتم سکس کودک اسلام، برای اینکه قرنش برم این دین اسلام که دیگه اصلا خیلی چیزاش و مبنای سکس هستش. اینا مسلمانان دائم التحریک، حتی از دیدن یک شتر هم تحریک میشن که براشون اومده روایتی که یا یه قانونی به قول خودشون که اگر میخواین
نردبونی استفاده کنین که بریم بالا از خر یا از شتر و به باهاش سکس داشته باشه، اون نردبون باید دزدی نباشه و باید از راه حلال گرفته شده باشه. این که خب تکلیفش که مشخصه. اون آقایی که الان اینا میگم، اینا صحبت میکنم به قول اون دوستمون، بعد میذارم میرن، که گفتن که مرجع تقلید ما این هست، مرجع تقلید ما اون نیست. ببینید یکی از معجزات دین اینه که قدرت تفکر از همه میگیره. اینا مثل میمون باید یه مرجع تقلیدی داشته باشن، از خودشون فکر نکنن، ببینن که یه آخوندی یه شبی حالش چجوری بوده، اون موقع یه چیزی میگه و اینام بهش گوش بدن و ازش تقلید بکنن. اون آقایی که گفت پیامبر ما آگاهی آوردن و نمیدونم صحبتهای خمینی علمی بوده، و میخوام ببینم این اسلام یه این چیزه، اون علمش چی بوده، آخه اون به قولن کمکش به بشریت چی بوده، اون پیامبرشون آگاهی دادنش چی بوده به دنیا. اینا داعشی بودن، داعشی های اون موقع بودن دیگه، سر زدن و تجاوز کردن و کشتن و رفتن جلو. به نظر من ایرانی ها، به نظر شخصی من، خیلی متاسف میشم که یک ایرانی، به خصوص خانوم های ایرانی، از اسلام دفاع میکنن و خودشونو یک مسلمان دعاتشه میدونن. خیلی تأسف باره که یک ملت تاریخ خودشو ندونه، قهرمانای خودشو نشناسه. من با آقایی صحبت میکردم، یا آقایی بود تقریبا 20-21-22 ساله، بهش گفتم قهرمانای ایرانی رو میشناسی؟ این حسن و حسین و زهرا و فاطمه چه کاری، چه نفعی برای ما ایرانی ها داشتن که میپرستینشون؟ قهرمانان ایرانی رو میشناسی؟ برای مثال بابک خرمدین. متاسف شدم این آقایی که دانشجو بود، گفت من نه اولین بار شنیدم اسمشو. ملتی که تاریخ خودش رو فراموش بکنه حالش بهتر از اینم نمیشه. ملتی که ندونه به چه وضعی کشورش مسلمون شد، به اجدادش تجاوز شد، سر بریدن، بچه ها رو گرفتن به بردگی، الان میان براشون سینه چاک میکنن، براشون عزاداری میکنن، مثل یهودانی که بخوام برای هیتلر عزاداری بکنن. اصلا من متأثر میشم وقتی اینجور چیزها رو میبینم. وقتی یک ایرانی از اسلام دفاع میکنه، دلم میخواد باور کنید سرمو بزنم به دیوار. لطفا جنبندی بفرمایید. من همینو میخواستم بگم. مرسی ساره عزیز، ممنونم از شما. آقای یاشا بفرمایید. 3 دقیقه وقت. سلام و درود خدمت دوستان گروه. ساما جان میکروفونتو میبندی؟ درود عرض میکنم خدمت دوستان گروه و عرض تشکر دارم خدمت مدیراتورای عزیز. واقعا از زحمت شما سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم، من یه چند تا مسئله بود میخواستم بگم. البته دوستان خیلی عالی و اینا گفتن، یه حالتی از شاید به زبان خودم میخواستم بگم، منتها اون آقایی که فرار کردن اون حرفای خیلی روایاتو میخونن و خیلی از به قول معروف تای حلقشون هم روایات اسلامی رو میگفتن، بیشتر به روی ایشون بودن، حالا ایشون نیستن. من به کلامت بیام الان، اتفاقا من بهشم پینگش کردم بیاد، اما توی یه اتاقی خودشون برای خودشون تشکیل دادن، 17 نفرن و دارن بحث میکنن در مورد اینکه اسلام، در مورد اسلام رحمانی یا اسلام ناب دارن بین خودشون صحبت میکنن. فکر نمی کنم حالا بیاد. بفرمایید. خب بذار حالا پس همونجا بذار بحث کنن دنبال رحمان و اسلامشون باشن. یه مسئله که ایشون گفتن مثلا این مسئله علمیه، نظر خمینی فلانه. مسئله علمی مثل، خیلی ساده بگم، مثل 2 ضرب در 2 که میشه 4، در زیرزمینی که اون خانومه که احمدی نژاد میگفت انرژی اتمی داشتن درست میکردن هم میشه 4، تو کره نمیدونم مریخ هم میشه 4، تو اروپا هم میشه 4. این مسئله علمی اینجوریه. اما وقتی یه مسئله علمیه ولی نظر خمینی اینه ولی تو نظرش قبول نداری، دیگه اون مسئله علمی نمیشه. این از این جهت. بعد از اون برام میگه که نمیدونم خمینی نظرش این بوده، ما نمیدونم، ببینید فقهای من فلان بودن. آقا خمینی یه آدمی بوده که صاحب فتوا بوده، کتاب داشته. آقا تو
یه آدمی که مثلا شین سین میکنی و مثلا سلام علیکم و فلان میکنی کی میشناسه تو رو؟ خمینی رو بیشتر میشناسن، صاحب فتوا بوده، پس حرف اون خیلی چیز سر تو بیا بگو نه خیلی خوبه ماله رو بکشی. یه مسئله دیگه که میخواست بگه هی خودشو میگه من به عنوان کارشناس نمیدونم کارشناس نمیدونم اینجوری. اون سری قبلا من بهشون گفتم آقا احتیاج نیست که شما بری الان من یه نفر رو میارم تو خونه، میخواد یه سیم کشی کنه، این آدمه ورم داره سیم اونجوری گله میکنه پرت میکنه مثلا اون ور اتاق، بعد من بهش میگم آقا این چه کاری داری میکنی؟ میگه آقا من کارشناس سیم کشی هستم. میگه بابا دیگه من کارشناس نیستم ولی دیگه ببخشید الاغ که نیستم، خب میبینم این درست نیست، این کاری که داری میکنی درست نیست، خب این سکسی که با بچه بکنی کار درستی نیست، حالا نظر خمینی باشه نظر اون یکی باشه. از اون بار میگه نمیدونم مسئله چیز بلوغ نمیدونم 9 سالگی، حالا ایشون که یه 3 سالم به حضرت فاطمه شون آوانس دادن گفتن ایشون 12 ساله بوده، فاطمه 9 سالش بوده رفته خونه بختی دیگه، تو روایت و همه چیزش هم دیگه هست دیگه. حالا اصلا میگیم 12 سالشون بوده، ایشون قدشون هم 3 متر و نیم بوده دیگه، از لحاظ اینا جسمی میگن دیگه. شما به یه آدمی که زیر 18 سال باشه گواهینامه رانندگی بهشون میدن؟ از لحاظ فکری به بلوغ میرسه که ایشونو بخوابونیش باش زفاف کنی یا حالا نمیدونم تبخیز کنی یا ببخشید من این صحبت ها رو میکنم، به یک آدمی که عقلش زیر 18 ساله این دیگه به کل دنیا ثابت شده، زیر 18 ساله بهشون گواهینامه رانندگی نمیتونه بگیره، خیلی مواهب رو نمیتونه بگیره، یکی باید در کنارش بشینه، چجوری این آدم میتونه میگه این آدمی چون قدش بلنده چون از لحاظ فیزیکی فلانه نمیدونم اینجوری و میشه باهاش ازدواج کرد. و آهان مسئله دیگه در رابطه با تفاوت مالکیت انسان در غرب و اسلام، البته کرمیت عزیز گفتن ولی حالا اینم منم یه تکمله به حرفای خوبه ایشون بگم، در غرب مالکیت یعنی مالکیت انسان‌ها با دولت هست، یعنی شما وقتی که به دنیا میای یه سری حقوق به صورت همینجوری اوردی شما یه سری حقوق داری، هر انسانی شامل اون حقوق میشه، اون نمیتونه بگی من پدر اینم مثلا پدر این بچه هستم پس قیم این بچه هستم هر چی به سرش بیارم پس دیگه حقمه دیگه از حقم استفاده کردم. شما وقتی بپذیری که ولی اون بچه پدرش هست، خب پدر میتونه بهش تجاوز کنه، حالا به قول اون آقایی که گفتن من نه تو اسلام من به محارم چیز کنیم میکشنت ولی تبصره داره ولی حالا حرفای دیگه، اما وقتی شما ولی رو برای پدر در نظر میگیری خب اونم میتونه هر بلایی سرش بیاره که انجام میده میاره. من عرضم اینجا تمومه، گفتم دوستان اگه علاقمند باشم یه دونه فیلم کوتاه در رابطه با رومینا چند وقت پیش ما با امکانات کم در واقع بازی کردیم 7 دقیقه است، اگر دوست خانم نوبت بنده شد بفرمایید جان. چشم ناصر جان آقای یاشار عزیز اگه میشه آره بگو کجا میتونیم اول اگه میشه اون فیلمو ببینیم کجا دوستان میتونن ببینن فیلم سیه فیلم کوتاه 7 دقیقه‌ای تو یوتیوب اگه سرچ کنید The Rules of Society یه فیلم 7 دقیقه‌ای، حالا نمیدونم اگر دوستان من نمیدونم چجوری دست یاشار جان میشه لطف بفرمایید لینکش رو برای توییتر جمهوری بی خدایان ارسال کنیم؟ بله بله حتما توییتر یا اینستاگرام آره ما اونو پخش می‌کنیم. بله یا اینستاگرام یا توییتر حتماً. حالا شاید هم تو فکر کنم چیزتون هم دارم، تلگرامتون هم دارم اونجا هم براتون. ممنونم از ممنونم یاشر عزیز. بذار میخوام یه لحظه یاشر عزیز توی صحبت شما فرمودین که اینها میاین و میگوین مثلا خمینی آدم مهمی است، پس چرا مثلا دوستان که اونوری هستن میاین رد میکنن و به مثلا آیت الله دیگری یا مرجع دیگری اشاره میکنن؟ بنده یه چیز دیگری رو میگم یاشر جان که کامل کننده فرمایش شماست. آقا شما در طول تاریخ اسلام یک مرجع تقلید بیاور که بگوید ازدواج در واقع کودکان در زیر سن قانونی ممنوع است، یا مثلا در اسلام همچین چیزی بوده ولی حالا دیگه نیست بنا به مقتضیات روز. شما اگه یه مورد بیاورید ما میتوانیم بقیه حرفای شما رو قبول کنیم. این شما که میگم منظورم شخص توریستا اونایی که اونجوری میگن. بله درود بر شما، خدمت شما عرض کردم، گفتم همین آقا ناصر که تشریف آوردن فاطمه زهرا هم 3 سال بهش آوانس دادن کردنش 12 ساله که مثلا یعنی میتونسته ازدواج کنه اونا، یعنی خودشون هم میدونن این قبحه که با یک بچه شما همخوابی کنی، منتها خب دیگه کسی که تحت نفوذ ویروس اسلام باشه خب اینا رو به قول معروف برای خودش خیلی عادی جلوه میده. من میرم پایین حالا اون لینک هم براتون میفرستم. ممنونم یاشار جان. ناصر دیگه از این بعد از راه میرسی میکروفوناتو باز نکن اوکی؟ چون یه توضیحی دارم خانم نه ناصر عزیز یه دقیقه اجازه بده نه خب ما وقت بده که دوستان صحبت کردن
دوستان صحبت کردن، شما رفتی مثلا تو یه روم دیگه بحثش میکردید در مورد اسلام رحمانی و اسلام ناب. خب اینجا بچه‌ها هم دارن شما یه صحبتی که رفتی اومدن پاسخ شما دادن، شما نموندی اصلا. الان پس اگه امکانش هست سکوت کن، میکروفون رو ببند، به دوستان برسیم، دوباره برگردیم خدمت. آقای محمدی صحبت دارین؟ بله بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکرم. من فقط به دو نکته اشاره کنم در این بحثایی که شنیدم. یکی جسارتاً به سامان جان یه نکته رو عرض کنم که با کمال خوشحالی این رو عرض کنم، نه از روی به حال جدال، اینکه با هم دیدیم که چقدر آدم‌هایی که اینجا هستن و تا انتها هم تقریبا موافق ما بودن که این موضوع انقدر بدیهی است و همه مخالف سکس با کودک بودن و ازدواج با کودک، و حتی آقای ناصر هم که به نوعی حالا شاید به حال به نوعی مدافع دین و از این منظر دفاع از اسلام صحبت میکنن، هم صحبت‌های آقای خمینی رو به حال مخالف بودن باهاش و اعتقاد داشتن که این وجود نداره و به بلوغ جسمانی و بلوغ عاطفی و حتی بلوغ عقلانی به نوعی واقفن. یعنی خواستم بگم که ما حالا سویل جان، به نظرم یه وقتی شاید اگه تاپیکی فقط اختصاصا در مورد مثلا اسلام باشه و نقد اسلام و اینکه اسلام درست هست یا نیست، شاید بهتر و دقیقتر و کاملتر بشه بحث کرد. از این جهت میگفتم انقدر این موضوع بدیهی است که الان هم دیدیم هیچ کس موافق این فرایند نبود که بیاد موافق سکس با کودک باشه، حتی به هر حال کسی که از دین هم حتی داره دفاع میکنه. عرضم اینه که ببینید، ما الان در همین ایران و در مثلا شهری مثل تهران رو تصور کنید، یا بسیاری از شهرها یا روستاها، حتی آدمهای ما، اگر عقل رو به کار بندازیم، متاسفانه چیزی که در بستر زمان از ما گرفتن این تفکر کردن و تعقل کردن رو، که ما اگر به این نتیجه برسیم، دیشب یک بحثی بود فکر می‌کنم سویلا جان هم بودن و تعدادی از دوستان راجع به دعا، یا چند شب پیش راجع به جبر و اختیار در یک جای دیگه، که بعضی از دوستان وقتی میخوان مباحثه کنند، این عقل رو دونه بر یک سری چیزهای دیگر میدانند، و اون موقع اگر ما عقل رو بیاریم بذاریمش در لایه‌های پایین و یک سری چیزهای دیگری رو از وحی گرفته، از شرع گرفته، از نمیدونم معنویت گرفته، از هر چیزی که شما فکر میکنید، که ببریمش بالاتر از عقل و بگیم که چون عقل نمیتواند یک سری چیزها رو بفهمه، ما باید تبعیت کنیم از اون ماورایی که بهش معتقدیم، هر چی هست. اون ماورا میخواد دین باشه، میخواد نمیدونم خدا باشه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد انرژی باشه، میخواد هر چی که باشه. ما همیشه جایی ضربه میخوریم که عقل رو دون بکنیم، پستش بکنیم، بهش بگیم نمیفهمی، و چون تو نمیفهمی ساکت باش، تقلید کن، گوش بده به این چیزی که بیشتر از تو میفهمه. این اشکاله. من ببخشید، من حرفم رو سامان جان تمام میکنم لطفا. ببینید، میخواستم به این اشاره کنم که همین الان شما در تهران در قریب به اتفاق خانواده‌هایی که مذهبی و مسلمان هم هستن، ما ممکنه که بسیاری از احکام دین رو هم مراعات بکنن، هرگز اجازه نمیدن که بچه دختر 9 سالشون کسی باش سکس بکنه یا ازدواج بکنه، مگر اینکه روانی باشن یا از یک سطح بسیار بسیار دونی به لحاظ فرهنگی اجتماعی باشن، انقدر فاجعه بار باشه زندگیشون که بچه‌شون رو بفروشن. و یعنی کی الان دختر بچه 9 سالش و 8 سالش رو میده یه نفر باش سکس بکنه یا ازدواج بکنه؟ ببخشید من حرفم تمام بشه، لطفا خواهش میکنم، ببخشید تموم میکنم. یا در شهرهای کوچیک یا در خیلی از روستا، میخوام بگم هر جا که عقل مردم به کار افتاده، این اتفاق افتاده. من چند روز پیش یک دختر بچه 9 ساله 10 ساله داشتم توی مطب، که مادرش اومده بود محجبه، مذهبی، پدر هم مذهبی، خانواده مذهبی، که این روزه میگیره ولی خب ضعیف کمخونی داره. بهش گفتم این نباید روزه بگیره. گواره باباش هم بهش میگه که روزه نگیر، روزه نگیر. با اینکه بچه با این که به این جا رسیده بودن به لحاظ فقهی که این بچه 9 سالشه و وقت روزه گرفتنش شده، ولی وقتی میدیدن که بچه داره آسیب میبینه و نمیتونه، میگفتن که حتی باباش هم بهش میگه روزه نگیر. این یعنی اینکه عقل ما، ببخشید
میخوام بگم که هر وقت که عقل به کار بیفته ما از بسیاری از این مسائل و چالش ها و مشکلات جدا میشیم و خیلی خوشحال شدم از این که تو این بحث کسی موافقه این سکس با کودک و کودک همسری نبود خوشبختانه، تا امیدوارم که تفکر و تعقل جای تقلید و عرض به حضورتون که تقلیدهای کورکورانه و تعصب بیجا رو بگیره. خیلی متشکرم و ببخشید محمد جون. احسان محمد عزیز، تمام تلاش ما با تمام این تایپیکا با این موضوعات که میزنید دقیقا همین هستش و چیزی غیر از این نیست و ما میدونستیم کسی اگر این تایپی رو این موضوع رو به این شکل اتاق رو بزنیم کسی نمیاد تاییدش بکنه، کاملا مطمئن هستیم. حتی اون آدمی که الان به عنوان مثال شدیداً به گفتهای خمینی هم باور داشته میاد میگه میومد میگفت که نه اون تیکه رو اشتباه کرده، خب چون میدونن نمیتونن اصلا این رو تاییدش بکنن. آقای احسان جی دی، بله، 3 دقیقه وقت در مورد در مورد سکس با کودک، خب ما داریم الان همین الان سرچ کنید کتاب تحریر وسیله آقای خمینی، دقیقا گفته که با بچه شیرخواره میشه اون عمل تخفیض رو انجام داد، که حالا این عمل تخفیض میبینی که معنیش چی هستش. و از این میگن که سکس بدون دخوله، و من یه هدیه عربی پرسیدم و بهش گفتم که خب این یه عربی بود که اسیر بازی تبلیغاتی جمهوری اسلامی شده بود و به تشیع شیعه‌سانی ورژن جمهوری اسلامی گرایش پیدا کرده بود. من این نمونه رو بهش گفتم و ایشون گفتش که این بسیار مشمئز شد ایشون و گفت اینو تخفیض معنیش اصلا یعنی سکس کامل، نه اون چیزی که حالا میگن نمیدونم بر رانها مالیدن و اینها. خب این کاری که ایشون یا روایات بیشماری که هستش که کودک آزاری جنسی که خود حضرت پیامبر با حضرت فاطمه میکرده متعدد توی کتب مختلف شیعه و سنی هست که اصلا قابل انکار نیست، و حتی احمد خاتمی هم شما سرچ کنید ویدیوش هست که اینو با افتخار تعریف میکنه کارهایی که محمد با دختر خودش میکرد، چون این افتخار شیعه است، میخوان بگن که این نشونه حقانیت شیعه است که محمد از دخترش، و اینا حتی این رو نمیفهمن که این کارها سوء استفاده جنسیه و پدوفیلیه. توی این زمان توی اینقدر احمد خاتمی حتی اینقدر چیز نداره که اینو نمیفهمه، و خدا میدونه بچه هایی که توی این خانواده ها بزرگ میشن چه نمیدونم چه رفتارهایی باشون میشه و چه وضعیتی و چه چیزهایی ازشون در میاد. خب و شاید دلیل این رفتارهای اینا کسی که حاضر میشه به الان، خب مدرکش در اومده که عمدی بوده دیگه، از قبلم خودشون میدونستن، حتی از مسافرا پرسیدن که آیا پاسپورت آمریکایی دارید یا نه، چون جرئت نداشتن که به هواپیمایی که سیتیزن آمریکا توش باشه موشک بزنن. خب این بچه هایی که کسی که میاد موشک به هواپیمای مسافربری میزنه و اون هم آدم و زن و بچه رو میکشه، یا اون به کودک کشی که تو سوریه کردن، اون کودک کشی هایی که آقای قاسم سلیمانی کرد که فیلمش رو دیدیم، شکلاتی که مشکوک بود سمیه میخواست بذاره تو بچه تو دهن دختر بچه 6 ساله، اینا چجوری میشه آدم انقدر هیولا انقدر خونخوار باشه؟ خب شاید اینا چنین کودکی هایی داشتن با چنین شرایطی بزرگ شدن، و میدونیم که خیلی مثال های اینجوری فراوون هست و به خصوص تو شهرهای مذهبی مواردی که اصلا حاملگی هایی رو رخ میده تو چیزی از طریق چیزی که بهش میگن اینسست، همین مسائل بین محارم و اینها تو شهرهای مذهبی از همه جا آمارش بیشتر هست، و خود این آخوندها میگن که انقدر چون اینا مشکل دارن و مثل درست مثل پیامبرشون روی غرایزشون کنترل ندارن، اینها کاری که میکنن که میگن نمیدونم مثلا پدر به دختر خودش هم نباید دست بزنه، و یه سنی چیزهایی میگن خواهر برادر نباید تو خونه تنها بذاری، اینا به خاطر این مریضی جنسی که اینها دارن هستش، و این حاصل نتیجه تربیت اسلامیه. یعنی یه کسی مثل سعید طوسی که تمام عمرش با قرآن مأنوس بوده دیگه کسی از اون بیشتر قرآن نمیفهمه، نتیجه انسش با قرآن شد این، که مثال های مثل ایشون بیشمار هستش. و یک سوالی که من دارم اینه که از این دوستان مسلمان و به خصوص شیعیان میگن خب ما داریم راجع به امامت و جانشین پیامبر اون چیزی که شیعیان مدعیش هستن که علی بوده هیچ چیزی در قرآن نیومده، مسئله به این مهمی در قرآن هیچ آیه‌ای به صراحت نگفته، حالا اون ترجمه هایی که با جعل ترجمه اینا میخوان استنباط کنن ازش بماند، چرا هیچ جا به صراحت نگفته، ولی در سوره تحریم چند آیه همون چند آیه اولش راجع به مسائل خانوم‌بازی محمد هست که برای پیامبر به اصطلاح مشکلش رو حل کنن و مشکلش با کنیز و بین زناش و حسادت زنای مختلفش و اینها رو حل کنن، برای این چند آیه اومده برای مسئله
به قول اون آقای آزاد فارسانی که میگن که جاکشی محمد رو میکنه. خب برای این چند تا آیه اومده، چند آیه اول سوره تحریم، ولی برای مسئله به این مهمی هیچ آیه نیومده. این همه تناقضات بیشمار، بله همین ارزم همینه، که این همه تناقضات بیشمار رو چطوری میبینن و خودشون رو میزدن به ندیدن، به خاطر اینه که دین آقایون بر اساس احساس و علاقه و یه چیزیه که شستشوی مغزیه. من به عنوان کسی که دیندار بودم، متدین بودم از قبل، خودم میگم آدم به وقتی احساسی شستشوی مغزی شده و احساساتش و تمام هویتش بسته به اون دینیه که داره، هی میخواد خودشو گول بزنه، هی میخواد عقلش رو تعطیل کنه، منطقش رو از کار بندازه. ممنونم از شما احسان عزیز. اهورا اصلا صحبت نکردی، میخوای صحبت کنی؟ جناب اهورا تشریف ندارین؟ خب ناصر نبودی، مورد سوال قرار گرفتی، به هر حال نبودی و نشنیدی، چون نبودی و نشنیدی دیگه فکر نمی کنم که یاسر جان صحبتی داری؟ میخواستم بگم مورد جواب هم قرار گرفتن. ولی دیگه هم مورد جواب قرار گرفتم، مورد سوال. بله فکر میکنم الان پارک کرده اصلا نیستش. بله اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم. خب شما تشریف نداشتین، جوابتون رو دادن، سوال هم ازتون کردن. سوالت مطرح، سوالو اگه میشه مجدد بفرمایید من جواب بدم خدمت. مایکتو ببند حالا. من یه سوال کردم، گفتم شما میتونید اجازه میدید؟ نه خب میگید اگه سوالی هست من سوالمو بگم. آخه الان اصلا نوبت دیگه باید میبود، منظورم اینه که باید میبود نبوده، مرزم اینه. نه بنده مطلب رو عرض میکنم بعد دیگه محضرتو مرخص میشه. متوجه نشدم آقای بودا، صحبتی دارید شما؟ من فقط یک نظر شخصی دارم که مدل های مثل ناصر جان اینا پارازیت هست. مثلا اینا فقط برای میایه که یک بحث چی کنه. از این بعد اگر واقعا شما میخواین درباره مسائل که خیلی بنیادیه بحث کنید، موضوعات مشخص باشه، یک کم دقیقتر و منظمتر اگر بحث کنیم بدون جدال شاید این به نفع جامعه باشه. فقط یک موضوعی را که پیشتر یک از دوستا تکرار کردن که این کودک همسری را اینا از جاهلیت عرب گرفته، این یک موضوعی است که به لحاظ تاریخی واقعیت نداره. یعنی یکی از منابع خیلی مهم یک کتاب ده جلدی در این باره العرب و قبل الاسلام از جواد علی استاد دانشگاه بغداد که خیلی مفصل نوشته که سنت و آیین عرب قبل از اسلام ادبیات چی بوده، رفتار اجتماعی چی بوده. این کودک همسری در یک بخشای کوچیک ممکنه باشه ولی فرهنگ غالب عرب نبوده و ما هم نباید به خاطر اسلام عرب ستیزی کنیم. یعنی ما با حق داریم با اسلام مخالف باشیم ولی عرب یک مردم هم مثل ما، عرب هم موضوع کشتار اسلام هم، عرب هم قربانی هم مثل ما. این یک نکته هم. و نکته دیگه یک موردی که ما خیلی دوست داره کسایی که میخواد مشخصا در این موضوع مسائل جنسی حضرت محمد و خلفا بیشتر مطالعه کنه، یک کتاب است به نام امهات المؤمنین از لطفعلی خنجی، در اینترنت هم قابل دسترس اگر دوستا اونجا چی کنه که در اونجا مسائل جنسی حضرت محمد خیلی به صورت مفصل کنجکاویشته. و یک نکته هم که باز هم دوستان میخواهیم ماجرار بفهمن، یعنی بیشتر پیش از این که ما به خمینی بیاریم یا به اینا، همین تاریخ ازدواج خلفای چهارگانه را مطالعه کنه که نحوه ازدواج اینا چطوری بوده. مثلا عثمان علی داماد محمد بود، عثمان با دو تا هم دختر محمد ازدواج کرد، زن نوره اینا به خاطر که چه. بعد محمد با دختر ابوبکر ازدواج کردند و یکی از باز هم یکی از موارد تاریخی کودک آزاری ازدواج عمر با ام کلثوم دختر امام علیه که حدود 7 ساله بوده یا 6 سال، بین 7 سال گفته بوده. بعد عمر خواستگاری کرده، بخاطر سن عمر خیلی زیاد بوده، ام کلثوم کودک بوده، امام علی کم مقاومت کرده، گفته ما یک همچین چیزی را مثلا راضی نیستیم. ولی باز هم همین مشکلی که مجتهدین ما داره که مجبور سن بلوغ را 9 سال اعلان کنه. او زمان دقیقا ازدواج عایشه ابنای
ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی هم شد. بعدها یک روایتی هست از امام صادق پرسید که مگر امام علی بزرگترین پهلوان عرب نبود، مگر شمشیر او عرب و عجم را، مثلا سر عرب و عجم را نشکافت، چرا در برابر عمر کوتاه آمد حتی دخترش ازدواج کرد؟ امام صادق میگه که ام کلثوم تیکه گوشتی بود که عمر به غصب از ما برد. در مجموع منظور میگه که وقتی که درباره این موضوع حرف بزنیم، منابع بسیار کافی در تاریخ طبری، در سیره ابن اسحاق، در متن فقهی و اکثر همی منابع فتاوای 16 تا مجتهد شیعه یا طاهر الوسیله خمینی هم مستدرک الوسایل و اینها هسته که به ما کمک میکنه که یک ادبیات نسبتا شسته رفته تری را به وجود بیاریم که یک کسایی مثل این دوست ما که یک بار میره در اونجا درباره دین رحمت حرف میزنه، بعد یک پارازیت میاره اینجا، بعد فضا رو مغشوش میکنه. خیلی ممنونم آیاسه، من از خدمت شما مرخصم. خیلی ممنون از همه دوستان. خواهش میکنم. یاسر عزیز، صحبتی داشتی؟ بله، من یه موضوع متفاوت میخوام بگم. خب الان همه کودک همسری و در مورد دخترهای زیر سن رو میگن، ولی من یک مورد رو میخوام بگم در مورد بحث محرمیت نوزاد، یعنی کسی که میخواد یک فرزند خوانده داشته باشه، یک زن و شوهر، یک خانم و آقایی که میرن یک فرزند نوزاد پسر رو میگیرن برای اینکه اون فرزند محرم بشه به خانم، باید حتما با مادر اون خانم ازدواج کرده باشه و دخول صورت بگیره که با این خانم محرم بشه. ببینید این هم جزوی از بحث اسلامیه و سکس و کودکه و این قانونش هست و این قانون اجرا میشه، الان توی ایران داره اجرا میشه، اینا از فقه اسلامی اومده، اینا هم همون حالتهاییه که کمتر در موردش صحبت میشه، ولی خب این هم کودک آزاریه واقعا. شما فکر کنید عملا اون کودک باید به مادر بزرگ خودش مثلا سکس داشته باشه که بتونه به مادر خودش محرم بشه، چه چیزیه؟ بله درسته، مسائل این چنینی هم در واقع وجود داره توی قوانین و احکام اسلامی. جناب اهورا همچنان تشریف ندارید؟ من هستم، دارم گوش میدم. حالا دوست داشتم شعر ایرج میرزا رو براتون بخونم اگه حوصله داشتین. شما 3 دقیقه وقت دارید، میتونید ازش استفاده کنید، ولی سر 3 دقیقه تموم. باش، امیدوارم که بتونم تو 3 دقیقه تمومش کنم، سر من پیداش کنم. آها چون نه آها نه میخواستم اون شعرش براتون بخونم، حالا بعدا بچه اگه دوست داشتن صحبت کنم. طولانیه؟ عجله ای ندارم، دارم گوش میدم. بله بله، فکر کنم یه 4-5 دقیقه طول بکشه. نه خب حالا بعدا، آره هر موقعی که صحبت ها کمتر شد کسی حوصله نداره. بله بله بله، آقای افتاد 4 دقیقه فرصت. آقای صالحی، من دوست داشتم که از محسن جان چند سوال بپرسم، می‌گم منطقه خب مثل ای که فقط میان صحبت میکنن و میرن، چندین بار من داخل رو ما دیگه در این مشکل با این شخص برخوردم، فعلا گوش میکنم، خیلی چیزا یاد گرفتم، سپاس که اجازه دادن صحبت بکنم. خواهش میکنم. سامان جان اگه صحبتی داری. مرسی، فعلا گوش میکنم. شاید بله. آقای یاشار، آقای احسان، خواهش میکنم، منم دارم گوش میکنم. در ضمن اون لینک اون فیلم کوتاه هم تو اینستاگرام جمهوری بی خدایان فرستادم، اگر دوست داشتید ببینید و واسه بچه‌ها. ممنونم. دایل جان، من ممنونم. من فیلم آقای یاشار رو دیدم، بسیار فیلم جالبه، منم پیشنهاد میکنم که دوستان ببینن. ممنونم ازت. آقای احسان صحبتی داری؟ من یه موضوعی دوزنم رسید که عرض کنم خدمتون. ببین دوستان، اسلام معاش و اسلام فروش برای توجیه این هوسرانی های محمد حضرت پیامبر
یه روش های جالبی دارن و برای هر کدومشون یک داستانی دارن. این چیزایی که تو دانشگاه هم که کلاس تاریخ اسلام و اینا به ما میگفتن، مثلا میگن که با عایشه ازدواج کرد که مثلا پدر عایشه ابوبکر چون نمیدونم انصار بود چی بود تن و مسخرش میکردن جایگاه اون احتقا پیدا کنه. حالا این بماند که زندگی یک دختر بچه تلف بشه و از عشق و همه، چون بعد از محمد هم که اجازه نداشتن این زن کسی دیگه بشن و تمام زندگیش حالا با یه پیرمرد 50 ساله بود، از 6 سالگی 9 سالگی بعدم که هیچ، این نابود بشه که مثلا یک مرد دیگه ابوبکر مثلا آبروش بهتره، اصلا کلا ضد بشره. بعد ثانیان یا مثلا میگن که مثلا زن زید و زن پسر خودش رو برای این گرفت که بگه که مثلا این حکم رو با عمل خودش این حکم رو ثابت کنه. اینا خب مالکشی هست که مثلا اینو برای این گرفت که بگه به جامعه مسلمین ثابت کنه که پسرخوانده مثل پسر واقعی نیست. خب سوالی که من دارم اینه، ایشون که میخواست با عمل خودش حکم رو ثابت کنه چرا اومد با عایشه ازدواج کرد؟ چرا دختر خودش رو توی سن کودکی شوهر داد؟ که این مسئله کودک همسری در اسلام باب بشه و قرنها الان تو غزه میبینید این آدمکش‌های حماس رو میان دختر 6 ساله میدن باشون عروسی جمعی میگیرن. دختره واقعا 5-6 ساله عکساش اصلا مشمئز کننده است، بچه اونقدر لباس عروس تنش کردن برای این آدمکش‌هاشون. خب این چرا ایشون این کار رو کرد که سالها اینجوری بشه و قرنها این داستان این بلای کودک همسری و کودک آزاری در اسلام بمونه و بلای جان دختران و زنان مسلمان بشه و مجبور بشن اینا بیان برای مالکشیش این داستانها و این مغلطه ها رو بگن. یه بحث دیگه هم شد راجع به مسائلی که مثلا عقل ما نمیتونه بفهمه و خب بله عقل و علم بشری هر چقدر پیشرفت کنه بالاخره محدوده. الان هم هنوز خیلی پدیده ها هست که ما هنوز نمیتونیم بفهمیم، مثل دارک متر، دارک انرژی و اینا. ولی دلیل نمیشه چیزی که با علم و عقل هنوز نتونستیم بفهمیم بریم به حرفهای موهوم و چیزهای غیر علمی، غیر عقلانی یا توهمات و هزیانهای یک آدمی بیابانی عرب بیابانگرده شبه جزیره عرب، کسان که ادرار شطور رو برای درمان بیماری توصیه کردن، اینها به حرف اونها گوش کنیم. این که دیگه بقیه عقلمونم اون حالا همون عقل ناقصمون رو اون مقداریش که داریم رو هم تعطیل کنیم، کلا بگیم در بس تعطیل، بریم بگیم اونا اون هزیانهای قرنهای پیش اونا چی گفتن. این که ما عقلمون علممون ناقصه دلیل بر این نمیشه. به جای اون باید بیشتر تلاش کنیم، بیشتر آزمایش کنیم، اکسپریمنت کنیم، تا اینکه شاید ذره ذره رازهای بیشتری رو برملا کنیم. و اگر غیر از این بود، دانشمنده اگر می‌خواستن به این شیوه به مسائل عرفانی و مسائل مهم و انرژی و عرفان و عرفان حلقوی و مذاهب و اینها اگر می‌خواستن رجوع کنن، تا همینجا هم این پیشرفت نمی‌کرد و فیزیک کوانتوم کشف نمی‌شد که بر اساسش ترانزیستور ساخته بشه، این همه کامپیوتر و اینترنت و همه اینا، هیچ کدوم اینا به دست ما نمی‌اومد. عرضم همین بود. ممنونم از شما. سامان جان کم صحبت داری؟ من دوست داشتم آقای ناصر تا هستن بهش برده بودن جواب میدادن، متاسفانه ایشون اومدن دوباره رفتن. یکی از نکاتی که ایشون اشاره کرده بود و من فراموش کردم بهش اشاره بکنم این هستش، ببینید یکی از مالکشه‌های رایج در واقع این هستش که دوستان در واقع اشاره میکنن، میگن مثلا اگر سکس با کودک در صدر اسلام وجود داشته به خاطر این بوده که در واقع مثلا اون زمان توی آب و هوای عربستان دخترها زودتر بالغ می شدن و چیزه، و معمولا خوبیش سندی پشتش نیست. ما اگه حساب کنیم در طول 1400 سال دخترها مثلا سن بلوغشون از 9 سال رسیده بوده، مثلا از مثلا 18 سال رسیده بوده به 9 سال، واقعا مثلا خب اینجوری اگه باشه مثلا فرض کنیم 4000 سال پیش بچه ها باید 2 سالگی بالغ می شدن، اصلا هیچ مبنایی نداره این در واقع چیزهایی که میکنن. حتی اگه ما فرضم بکنیم که این برداشت درسته و مثلا فرض کنید بچه های اون زمان داره مثلا فاطمه و نمیدونم عایشه چیز بودن، مثلا اون زمان بالغ بودن، حتی اگر این فرض رو هم بکنید، ببینید خب پس این قوانین، این رسوم مال همون زمان بوده، مال یه دوره‌ای بوده. حالا خود پیغمبرم اگه نخواهیم بگیم بخوایم خیلی تخفیف بدیم بهش، نخواهیم بگیم پیغمبر بچه باز بوده، نخواهیم بگیم علی بچه باز بوده، در بهترین حالت باید بگیم اون زمان عرف بوده، اون زمان چند زنی عرف بوده، نمیدونم تجاوز عرف بوده، بچه بازی عرف بوده. ولی دیگه اینی که شما بخواید اون احکام رو به الان و به امروز بخواید منتقل کنید، واقعا محلی از اعراب نداره. جامعه الان دیگه نه نیازی واقعا به چیز برای فهم بدیهیات احتیاج به یک کتاب قدیمی یا نمیدونم آموزه های 4 تا بی سواد متجاوز وحشی نداره. ما این رو باید در نظر بگیریم. اگه البته خب دوستان واقعا تلاش خیلی زیادی دارن میکنن که در واقع یه ورژن های جدیدی از اسلام اختراع بکنن،
یا مثلا تاریخ رو کلا به کل بنویسن. حالا در این بحثی که با دوستان داشتیم از تعریف مثلا فرض کنید زبان‌های جدید اختراع زبان‌های جدید شروع کردن، معنی کلمات عربی رو عوض می‌کنن که معنی آیات قرآن رو عوض کنن، تاریخ رو کلا از به نوع دیگه می‌نویسن از پیش از بیس. و استدلال‌های جدید، الان من متوجه شدم آقای وجدانی عزیز هم جزو چیز هستم، من چند تا بحث با ایشون تو گروه تلگرام جمهوری بی خدایان داشتم، چند تا از نکات جالبی که ایشون اشاره کردن، یکیش این بود که کلا مسلمان ممکنه قرآن رو قبول نداشته باشه به کل، یعنی اصلا شما کار نداشت به قرآن گفت تجاوز کنه، شما میتونید مسلمان باشید بگید قرآن چرند محضه، دقیقاً جمله‌ای که ایشون گفتن. یا مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که ایشون مطرح کردن این بود که حضرت محمد میرفته زن میگرفته، ولی مثلا فرض رفته عایشه رو گرفته ولی باش سکس نداشته. یعنی خیلی واقعا استدلال های جالبی مطرح میشه که ایشون مثلا فرض کنید ادعاشونه که میگن ازدواج ها سیاسی بوده در جهتی تحکیم فلان بوده. ابوبکر رفیق از قدیمی که از قدیمی ترین یاران خود پیامبر بوده، حتی زمانی که پیغمبر از مکه داشت فرار میکرد در شب هجرت که بزرگترین واقعه در واقع چیز هست تاریخ اسلام هست در سطح اسلام، ایشون حضرت علی رو میخوابونه تو تخت خودش، ابوبکر رو برمیداره با خودش میبره. یعنی چیز بوده اگه شما واقعا دو نفر باشید واقعا بخواید فکر کنید که کدومش براتون عزیزتر بوده، کدومو میخواید در ببرید کدومو میذارید در معرض خطر، مشخص نظرش به کدوم نزدیکتر بوده. بعد چرا ایشون باید برای جلب نظر نزدیکترین دوست خودش بره با دختر 6 ساله طرف ازدواج بکنه که مثلا چیو میخواد تحکیم کنه و مثلا چیز میکنه و استدلال میکنن که حالا کاری هم نداریم که خود ابوبکر هم مخالف بوده، مثلا وقتی پیغمبر رفته بهش گفته من میخوام با عایشه ازدواج کنم، گفته خجالت بکش، اولا که ما اینو قولشو به یکی دیگه دادیم، دوما تو مثلا تو برادر منی، تو برادر در واقع دینی منی، تو مثلا این حکم دختر خودت رو داره، تو چرا اصلا میخوای با این ازدواج کنی؟ انقدرم ایشون اصرار کرده گرفته به هر حال ازدواج صورت گرفته و ایشون میگن این ازدواج بدون سکس بوده. والا چیزی که ما از پیغمبر اکرم میبینیم ایشون از بز ماتم نمیگذشته، چه برسه واقعا به دیگه زن. اصلا یه ورژن های عجیبی اصلا از چیز دوستان میسازن که واقعا خیلی جالب هست. من عذر میخوام خیلی صحبت کردم. اجازه هست خواهش میکنم سامان جان صحبت دارن بعدش میایم سراغ شما. سامان خیلی ممنون، مرسی. من کمیت جان نمیخواستم صحبت قطع کنم و این اصطلاح از بوز ماده نمیگذره، من به وجد اومدم میکروفون زدم، جالب بود. خواهش میکنم. خب دوستان، من یکی دو بار حالا غیر از مواقعی که ساعت رو چون میگیرم اعلام میکنم، یکی دو بار یه کامنتایی دادم، اما نمیدونم کیا از ابتدای بحث بودن، من یک بار فقط تفصیلی مثلا توی 3 دقیقه صحبت کردم. الان میخوام از انتهای اون بحث در واقع بیام جلو و ادامه بدم. ما اصل آن چیزی که تو اون 3 دقیقه قبلی گفتم این بود که میشود ساعتها به متون یا منابع اسلامی مراجعه کرد، ازشون ایراد در آورد، اشکالاتشو گرفت، کاری که کرمیت عزیز به تفصیل در ابتدای همین اتاق انجام داد. میتوان به وقایع تاریخی که در صدر اسلام اتفاق افتاده استناد کرد و بعد باز اون ولی ها میآیند، دوستان مسلمان یا علاقه من میآیند و خب در مقابل ما برای استدلال خودشونو میارن. گفتم بعضی وقتا واقعا کله آدم سوت میکشه، مثل دفعه قبل نمیدونم کیا با ما بودن، یا آقای اصلا تفسیرها و ترجمه‌های جدیدی از کلمات عربی به ما ارائه داد. حالا ولی من توی انتهای اون بس گفتم ببینید در طول تاریخ و به یک جغرافیای بزرگ از اندونزی تا حتی اندلس در زمان که اسلام به اونجا رسیده بود چه فجایعی بر سر دختران، زنان و کودکان آمده. این مختص اسلام هم نیست، در اینجور ظلم به زنان، اینجور ظلم به کودکان در مسیحیت در به نوعی بدترش هم هست، در یهودیت که اصلا بدترین حالتش مخصوصا تو ارتودکساش هست. میخوام بگم که شما الان نگاه کنید به اتفاقات عملی، یعنی برای اینکه نشون بدیم که این چقدر موضوع وخیمه، ما بیاییم ببینیم واقعا چی میگذره در جوامع اسلامی. شما به وضعیت پاکستان نگاه کنید، شما به وضعیت زنان در کشورهای عربی نگاه کنید، شما به وضعیت زنان در کشورهای شمال آفریقا نگاه کنید، مقایسه کنید با وضعیت کشورهای عربی. به مراتب بهتره. چرا؟ چون اونا مناسبات بهتری با اروپایی‌ها دارن، اما اونجایی که زنها در تحت فشار هستن ناشی از اسلامشونه. یعنی اینا اتفاقاتی است که میفته و فکت هایی است موجود. ببینید افغانستان هر ساله در جدول وضعیت زنان
یا آخر است یا یکی مانده با آخر. مثلا یک آمار میاد 190 کشور همیشه افغانستان آخره. بعد وقتی میریم نگاه میکنید میبینید که از شاخصهایی که توی این آمارگیری ها افغانستان رو به قهقرا میبره در واقع مسئله کودک همسری است، مسئله فشاری است که بر زنان و دختران میآورند، عدم تحصیل، اجازه عدم تحصیل و غیره. فارغ از اینکه خمینی چه فتوایی داده یا آخوندهای دیگه چه فتوایی دادن یا حتی علمای سنی چه میگویند، شما نگاه کنید که در طول تاریخ چقدر زنان از تحصیل محروم بودند. من نمیدونم شماها برخورد داشتین یا نه، ولی من به سن خودم، به تجربه آموزشی خودم که دبیر بودم، شاگرد داشتم که گفتن فلانی دیگه از امسال ترک تحصیله چون پدرش گفته اجازه نمیدم دخترم بره مدرسه، فاسد میشه و این در اسلام مثلا نشد. میخوام اینو بگم که ما به اینا وقتی مراجعه میکنیم میفهمیم. به عنوان پایان صحبتم، من اسمی از یک اونجا گفتم، مثال سه دقیقه سری کلاس نمیاد، این واقعی بود. این اسم، من یک دانش آموزی داشتم، فامیلیشو نمیگم، شاگرد ممتاز بود اول دبیرستان، مثلا 13-14 سال سنش بود، حالا ماکسیموم 15 سال. وسط های سال شاید 3 ماه رفته بود، دیدم نیستش، یکی 2 روز نیستش، پرسیدم بچه ها 3 دقیقه چرا نمیاد، شاگرد زرنگ منه. گفتن آقا جان ازدواج کرده. بعد من متوجه، یعنی دیگه نمیتونه بیاد مدرسه، متوجه شدم که با روحانی در واقع امام جماعت مسجد به عنوان زن دوم ازدواج کرده. شما این رو نگاه کنید، کاری نداشت، کاری نداشته باشیم منظورم نیست که نریم دنبالش، میخوام بگم بررسی متون سر جای خودش، ولی اینجور فجایعی که اتفاق میفته، صدماتی که بچه‌ها میخورن، اینها رو ببینیم. خیلی ممنونم که توجه کردید. ممنونم سامان عزیز. آقای اسد میشنویم. اگر نمیخوام که تا چی مدت زمان دیگه قرار است صحبت بکنم، از میخواستم اگر که امکان باشه آقای مرحوم پایین پایگاه رسمی حفظ آثار و نشر ارزش ها دعوت کنم بیان بالا کمک پاسخگو باشن و یک از تجربیات خود خور میخواستم با شما در میان بگذارم. یکی از دو نفر از همکارام چند سال پیش که کابل بودم، یک خبر پخش شد که یک پیرمرد 60 ساله یک دختر 14 ساله به عقد خود را برده در ولایت غور هرات. خب بسیار ناراحت شد و حتی سرصدا کرد که هیچی جنایت هست اتفاق میفته داخل کشور ما و فلان و فلان، و کسی بود که از 8 ساعت کاری که داخل دفتر انجام میداد 6 ساعتی و فقط نماز میخوند و وضو میگرفت و دائما دستشویی بود در حال وضو گرفتن و نماز خواندن. برای گفتم که چنون ناراحت میشی، کار خیلی خوبه کرده، و او به من تاخت که تو چی میگی؟ یه حرف که میزنی بسیار غیر اخلاقی. از گفتم تو کسی که از 8 ساعت کار 6 ساعت فقط نماز میخونی و سنت پیامبر به جا میاری، چطور در مقابل یک حرکتی که رهبر تو انجام داده و حال دنبال روحا از او دارن این کار انجام میدن ناراحت میشی؟ گفت چطور؟ گفتم محمد به زعم خود شما با یک دختر 9 ساله ازدواج کرد، عایشه، و به عنوان رهبر مسلمین الگو هست، و یک کسی هم که آماده یک کار انجام داده یا اشخاص دیگه دقیقا دارن دنبال روی امو امو دنبال روی امو آدم انجام دنبال روی امو آدم میکنن. و خب بحث ما خیلی خیلی بالا گرفت. اول خود قبول نمیکرد که چنین چیز اتفاق افتاده، و چیزی که من دریافتم عدم دانش تاریخی که نسبت به اسلام باید وجود داشته باشه. این نفری که مسلمان میشه فقط متن قرآن هم حتی شاید درست مطالعه نکرده باشه، تاریخ اسلام حتی نمیفهمه، حتی نمیفهمه که اون رهبری و کسی که دنبال روی از او هست چی کارا و چی جنایتی انجام داده. و میخواستم همین خدا شما شریک بکنم. بیشتر فکر میکنم که عدم آگاهی از امو داشتهای تاریخی که داخل اسلام هست باعث میشه که چنین جنایت اتفاق بفته، که فقط نگاه میکنن که کار بد و زشته که اتفاق میفته که او با دنیای مدرن ارتباط میدن، میگن که این کار بد هست، در صورتی که هنوز هست آموزهای اسلام را به جد دنبال میکنن بدون این که فکر بکنن که چی درست است چی غلط. نمیفهم اگر که زمان باشه میخواستم آقای مرحوم بالا دعوت کنن پاسخ خوب باشن از بابت مرحوم اکبر مخالفه ایشون
بسیار خوب. آره من هند رایزینگ رو باز کردم، هر کنم دوستان که میخوام بیان بالا درخواست بدن که آره. آقای اکبر مرحوم ببینید چیکار میکنید، همه دوست دارم شما تشریف بیارین بالا، ما هم منتظر بودیم که شما به میل خودتون تشریف بیارین، واقعا خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم. من فکرش میکردم حالا اگر تشریف بیارم بالا که خوشحال میشیم. بله خب اسد جان چیز شدی؟ توجیه شدی؟ بله بله توجیه شدم سپاس. ایشون تو تیم ماست. ممنون از صحبت ها. معذرت میخوام، من جناب اکبر رو خودم همون اول روم در واقع چیز که پیام بهشون دادم تقاضا کردم اگه میتونن بیان در واقع چیز کنن، ایشون فرمودن عذرخواهی کردن گفتن چون جایی هستن نمیتونن صحبت کنن. حالا اگه مشکلشون برطرف شده باشه من دوست دارم که ایشون هم در خدمتشون باشیم، از صحبتشون ما رو بهره مند کنن، ولی فقط خواستم پیامشون اطلاع بدم. عذر میخوام. خواهش میکنم. ممنونم ازت کرمیت جان. دوستان کرمیت جان ممنونم به خاطر ارتباطی که با جهنم داری، سپاسگزارم. کرمیت که یه مدت اصلا توی خود جهنم بود بعد از یه مباهله، یادتون نیست مگه؟ درسته درسته بود مدتی اونجا پارسال تقریبا همین مواقع بود فکر میکنم که بعد مباهله شده بود، مثلا زده بودم لوکیشن جهنم درست می‌کنم شما رو فرستادن جهنم. دوستان اگه کسی میخواد صحبت کنه، من ندیدم کسی مایک بزنه. خب من یه کوچولو، من هم در مورد تجربه هایی که خودم داشتم توی محل کارم بگم خدمتون. این نکته‌ای که سامان عزیز اشاره کردن در مورد در واقع دانش آموزاش برای من هم پیش اومد، ضمن این که من یه مدت کوتاه دبیرستان بزرگ سالان دختران هم درس میدادم و جالبه بدونید که تعدادی از همون بچه هایی که در واقع در دوران مدرسه ازدواج کردند و بیوه شدند، دوباره من اونها رو در دبیرستان بزرگسالان می دیدم که می اومدن ادامه تحصیل بدن بلکه بتونن یک کاری پیدا کنن که بتونن برای خودشون در واقع تولید درآمد و بکنن و شغل پیدا بکنن، که این موضوع خیلی اسف‌بار بود. یعنی دقیقا یک انسان سالهایی رو که میباید درس میخوند و کودکی میکرد و نوجوانی رو تجربه میکرد، وارد زندگی بزرگسالی شده بود، یک دور خارج شده بود و حالا که به سن بزرگسالی تقریبا داشت نزدیک میشد، نزدیک 18 سالش میشد، دوباره برگشته بود به شکل خودخواسته به مسیر اول. من نمیدونم این خوبه یا بد، نمیشه گفت این رو میشه به فال نیکی گرفت یا نه، ولی به هر حال این نکته بسیار دردآوره که نصف جمعیت یک کشور اینقدر در معرض، منظورم از نصف جمعیت کشور زنان یک کشور هستن، در سنین پایینشون در معرض یک چنین اتفاقاتی هستند که اثر اون رو بعدها در جامعه در واقع هممون میتونیم ببینیم، که نه تنها برای اون فرد بلکه برای کل جامعه خوشایند نخواهد بود قطعا. دکتر جان ببین فرید، تو همین داستانی که رو شما میگی که دانش آموز از مدرسه کندی میشه، ما برای که نشون بدیم که این ایراد تو اسلامه، فقط کافی نگاه کنیم که، من نمیگم آمریکا و فرانسه، نمیگم کشورهای پیشرفته، ببین این داستان تو ژاپن اتفاق نمیفته، تو آمریکای لاتین اتفاق نمیفته، تو جایی که اسلام برقراره اتفاق میفته، فرهنگ اسلامی، کاری با دولت نداره، تو فرهنگ اسلامیه که میگن آقا دختر میتونه ازدواج کنه، اصلا پسر، حتی پسر 15 ساله رو عقد میکنن. این مشکل در واقع از اسلام میاد، نه مثلا از چیز دیگری، ولی چشما بسته است، اونی که نمیخواد ببینه نمیبینه. بله درسته سامان جان. دوستان ما متقارن شدیم با یه روم دیگه، مثل اینکه بابک جان آقای ظریف اومدن. اگر که کسی هیچ صحبتی نداره ما میتونیم بریم
به سراغ جمع‌بندی. ظریف که نیومد، یه مصاحبه ای هستش که ایران اینترنشنال داره پخش میکنه در مورد صحبت های ظریفی که الان مثل که در مورد اون پرواز 752 هم تیتایو بیان کرده، مثل که بحث سرمونه. من فکر میکنم اکثر روما ماره تحت تاثیر اون قرار گرفته، خیلی از دوستان رفتن در واقع ده. گویا ظریف نشسته با سعید لیلاز اقتصاددان و حامی دولت یه مصاحبه 7 ساعته کرده، بعد در اونجا خیلی به مسائل مربوط به قاسم سلیمانی و حوادث مخصوصا بعد از برجام اشاره کرده که گویا 3 ساعت از این مصاحبه به دست ایران اینترنشنال رسیده. حالا ایران اینترنشنال این داره پخش میکنه، لذا خیلی ها توجه کردن به اون و تو اتاقای بله. آقای محمد میکروفونشون باز بودیشون، میخواستم بگم میکروفونشون رو ببنده. کرمیت جان جمع‌بندی میکنیم، جمع‌بندی شما رو میشتم. من قبل از هر چیز بگم، میگم دوستان بس. عزیز فقط عرض کنم که هدف از زدن این تایپی که امروز این بود که واقعا هفته گذشته اون خبر که شنیدیم دلمون به درد اومد واقعا، و دیدیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که در موردش بخوایم یه خورده صحبت کنیم، و الا در مورد به واقعیات که این کار ناپسندی هست، چون همه ما کاملا واقف هستیم بهش. بعد حالا اگرم بچه‌ها دوستان موضوعی هم مد نظرشون هست، حتما من خودم پیشنهادم اینه که برای سری بعد حتما در مورد الله صحبت کنیم، چون این دوستانی که میان همش ماله اسلام میکشن، هی میگن به حساب این خمینی چیز دیگه گفته، من چیز دیگه دارم میگم، یا حسن اینو گفته، عمر اونو گفته، اصل قرآن هستش و اصل الله است. من فکر میکنم بریم در مورد اللهشون که صحبت کنیم، خیلی عالی میشه به نظر من. بله، باید تقاضات قرآن بفهم. میگم اتفاقا این موضوع رو علی آقای کامپاین هستن و میگن ما سربونایی که قرآن رو قبول ندارن یه قاعدتا باید الله رو قبول داشته باشن دیگه، حالا بس میتونن شرکت کنن توی این تاپیک. بله بسیار عالی. کرمیت جان میشنویم شما رو. البته من البته دیگه تقریبا تمام روز رو گفتم، حالا فقط یه جمع‌بندی کلی میکنم که دیگه بحث رو ببندیمش. ببینید همونطور که گفته شد، در واقع متاسفانه اسلام اصولا برای کودک به عنوان یک انسان مستقل حقوق خاصی قائل نیست، علل خصوص اگر دختر باشه که کلا برای زنش هم حقوق خاصی قائل نیست. از حالا خود پیامبر که در نظر بگیرید گرفته که مثلا حالا به قول آقای وجدانی عزیز میفرمایند که مثلا چیز نیست، حالا ازدواج های پیامبر اصلا به قصد سکس نبوده. شما در نظر بگیرید مثلا عایشه ای که در 6 سالگی به عقد ایشون در اومده و حالا فرض میکنیم به قول ایشون سکس هم وجود نداشته، پیامبر در واقع گفته بعد از مرگ من هیچ کسی حق نداره با زن های من ازدواج کنه، چون اینا مادران مؤمنین هستن. و طبیعتاً خب این خانم 18 ساله بوده، خانم عایشه که 19 ساله بودن، همه حدود سن داشته که پیامبر میمیره و تا آخر عمرش هم حق نداشته ازدواج کنه. یعنی فقط هم این یه قلم شما از نظر حقوق زن که نیازهای جنسی یک زن که کلاً در طول کل زندگیش برطرف نشده به خاطر اینکه حضرت آقا رفته مثلا دست گذاشته روش، یعنی شما حساب کنید مثلا این چیزی که خود مؤمنین قبول دارن، این چیزی که خود آقایون ادعا میکنن، که واقعا چقدر ارزش به اصطلاح خواسته های یک زن رو چقدر نادیده میگیرن کلا. در از جهت مثلا فرض کنید بقیه چیزی که بخواید حساب بکنید، مثلا یه نمونه دیگه، مثلا از امام رضا من یک حدیث نقل میکنم. از امام رضا در باره دختر و پسر 3 ساله یا کوچکتر که به عقد ازدواج هم دیگه در میان سوال کردن که وقتی دختر بالغ شد و راضی به این ازدواج نبود حکم این دختر چیست. همونطور که میدونید در اسلام قبل از اینکه به سن بلوغ همون 9 ساله خودمون برسه، دختر اجازهش با ولیشه، با پدرشه، اگه پدر نداشته باشه با مثلا عموشه یا پدر بزرگشه، و در واقع اینا میتونن حتی در سن نوزادی بچه رو عقد کنن. سوال شده که حالا این فرض کنید نوزاد بود به عقد کسی در آوردن و در واقع بعد از اینکه به بلوغ رسید حکمش چیه؟ امام رضا گفته لا بأسون به ذالکه ازا رضا ابوها و او ولیها، گفته اگر پدرش یا ولیش به این امر راضی باشن ازدواج همچنان در واقع معتبر هست. از وسایل شیعه هست جلد 20 صفحه 277. یعنی ببینید اصلا کلا در اسلام شما هیچ حقی برای انتخابی برای یک بچه ندارید، برای یک زن ندارید. میتونه بچه خیلی راحت مثلا چیز بشه، به عقد کسی در بیاد، حتی حق نداره بعدن اعتراض کنه، کسی رو که نشناخته ممکن ازش بزرگتر باشه. ممکنه در جوامع دیگه این اتفاق ها مثلا چیز داره وجود داشته باشه، این چیزا پیش میاد، نه حالا به شکل ازدواج، نه به شکل قانونی، به شکل تجاوز،
ولی قانون در واقع اینها رو تایید نمی‌کنه، تصویب نمی‌کنه. متاسفانه ما با یه پدیده مواجه هستیم الان، همونطور که خود خانم سویلا اول بحث اشاره کردن، مثلا 10 درصد ازدواج‌های ما زیر سن 18 سال اتفاق می‌افته. یعنی از هر 5 تا ازدواجی که داره اتفاق می‌افته، یکیش به صورت قانونی بچه بازی هست و اینها چیزایی که تو آمار نمیره. دوستان مالکش ما میان در واقع واسه توجیه همش استناد میکنن به قوانین، مثلا به حوادث آمریکا، به آمارها، نمیدونم که مثلا در فلان کشور مثلا آمریکا اینقدر مثلا سالانه مثلا تجاوز انجام میشه. شما خب اونو باید در نظر بگیرید که واقعا مثلا وقتی اونجا اسم چیزی تجاوز هست، اونا کلا به هر سکسی که بدون رضایت انجام بشه، حتی با همسر خودتون، بهش میگن تجاوز. و هر چیزی که هر سکسی که با زیر 18 سال انجام بشه جزو تجاوز طبقه بندی میشه، در حالی که تو کشور ما این اصلا جزو آمار نمیاد، چون به محض اینکه مثلا بچه باشه طرف، مثلا چون قانونی هست، هیچ کدوم از اینها در واقع چیز نیست. حالا کار نداریم چقدر آمارو خودشون میپیچونن، کار نداریم که اصلا کلا از هر 10 تا یکیشو اعلام میکنن که سیاه نمایی نشه، ولی واقعا اصلا واقعا قابل قیاس نیست حجم این اتفاقات با کشورهای غربی. دوستان همیشه در به محض اینکه مثلا بحث چیز پیش میاد، مثلا بحث آموزش جنسی به بچه‌ها پیش میاد، فوری داغ میکنن، وای شما میخواهید من جامعه رو نابود کنید، شما میخواهید فلان کنید، نمیدونم مثلا فرض کنید دوست خانم دکتر بابک چیز کرده بودن، صحبت کرده بودن راجع به خود ارضایی بچه‌ها، که گفته بودن این بخشی از شناخت جنسی هست، توی یکی از برنامه‌های قبلی همین جمهوری بی خدایان اینو گفته بودن دوستان ارزشی، سر و صدا کردن وای چقدر شما نمیدونم منحرفید، چقدر شما فلان، یعنی چی که بچه‌ها خود ارضایی کنن. خب من واقعا برام جالبه که واقعا شما آموزش مسائل جنسی به بچه‌ها رو بد میدونید، خود ارضایی و که بخشی از شناخت جنسی هست رو بد میدونید، ولی مثلا از اون طرف دقیقاً میاد به بحث اینکه به بحث مثلا ازدواج میرسه، سکس با یه آدم مثلا سکس یه بچه 4 ساله 5 ساله رو با یه آدم 50 ساله رو اوکی میدونید. یعنی این استانداردهای دوگانه واقعا خیلی آزاردهنده است. یعنی من بعید میدونم هیچ کدوم از این دوستان واقعا متوجه نباشه که داره دقیقا چی رو محکوم میکنه و از چی داره دفاع میکنه. متاسفانه مشکلی که ما داریم اینه که یه عده واقعا بخواد آمدن و آلمان دارن حقایق رو وارونه جلوه میدن، فقط در جهت پروپاگاندای حکومتی و پروپاگاندای اسلامی، از جهت اینکه بخوان در واقع این مسائل رو یه سری چیزاشو عادی جلوه بدن و از اون طرف تصویر خیلی زشتی از غرب و فرهنگ غربی بخوان بسازن. واقعا این تنها کاری که ما میتونیم بکنیم. واقعا متشکرم در خاتمه از بچهای گروه جمهوری بی خدایان و تمام دوستان دیگه‌ای که حالا در اسپیس های توییتر، در گروه های دیگه کلاب هاوس و در هر پلتفرم دیگه‌ای این اطلاع رسانی ها رو انجام میدن، این بسترها رو در واقع فراهم میکنن که ما بتونیم در واقع یه سری چیزها رو مطرح بکنیم که جامعه آشناتر بشه با این مسائل، با واقعیت اسلام بخواد آشنا بشه و فردای نوعی اگه هر در واقع براندازی هم اگر انجام شد، اگه خواستیم حکومت دیگه‌ای بیاریم، نریم دوباره باز بگیم اینها بخشی از عقاید ملت و باید بهش احترام بذاریم، نه این بگیم قوانین ما خوبه که قوانین ما به اسلام احترام بذاره، نه، ما کلا باید کاملا بدونیم که این واقعا اسلام واقعی رو باید بشناسیم که بدونیم دقیقاً چه چیزی رو می‌خوایم انتخاب کنیم، چه چیزی رو می‌خوایم تو قوانینمون باشه، چه چیزی رو می‌خوایم اجازه بدیم که به زندگی خودمون، بچه‌هامون و نسل‌های بعدیمون حکومت کنه. ممنونم ازتون. من دیگه از حضورتون مرخص میشم. بسیار عالی بود کرمی جان، ممنونم ازت. سامان عزیز اگه صحبتی هست میشنم. نه من فقط تشکر میکنم، من دیگه اون چیزایی که به نظرم رسید و در دوبار گفتم. خیلی ممنونم از همه عزیزانی که حضور داشتن، با وجودی که شاید حالا مطالب اتاقای دیگه به نوعی جذابیت سیاسی یا فرهنگی داشته، ما رو همراهی کردن. واقعا من از همه سپاسگزارم، از بچهای مدیرای اتاقم تشکر میکنم، به خوبی کارشون انجام دادن. خواهش میکنم یاسر جان. بله، عرض کنم که در مورد تاپیک و جنبندی، اینکه خب هممون میدونیم اگر مسائل زیر شکمی رو از فقه شیعه بگیری، تقریبا کل احکام اسلام رو توی یه برگه آچار میتونه خلاصه کنه و برای این قاعدتا هیچ گونه توجیهی رو شما نمیتونید هر کاری هم بکنید به هر زبونی و به هر منطقی، باز هم میشه همون مالکشی که دوستان میگن. ولی حرف اینه که
برای حکومتی که سند 20C یونسکو رو یونیسف رو میاد ممنوع میکنه به خاطر اینکه آموزش جنسی داره، ولی از اون طرف کودک همسری توش خیلی پدیده طبیعیه، این واقعا یه دوگانه خیلی عجیبه. و از طرف دیگه هم یاسر جان دیگه نمیتونم، اشکال نداره، اصلا فکر کردم به این مسائل ما آدم حالشو بد میکنه. یاسر جان اون نکته رو که اشاره کردی سند 2020 چیز نکردن، تایید نکردن براش در مقابل سند تحول بنیادین رو ارائه کردن که از بالا تا پایینش آموزش مذهبی داشت. و خب همینو میگم دیگه، میگم برای کشوری که توش کودک همسری یکی از نرمهای زندگی هست و تمام مراجعش که در حقیقت حکومت رو دارن این رو ترویج میدن، آموزش جنسی به کودک که جز الزاماتشه این رو ممنوع میکنه. این یک دوگانه خیلی عجیب غریبه در حقیقت، هیچ منطقی پشتش نیست. بله درسته. بابک چون اگه صحبتی داری میشنویم. نه صحبت خاصی نیست، دوستان هم لطف کردن همه صحبت ها رو بیان کردن. گفتم من فقط خیلی دوست داشتم چند تا از این دوستان باورمند دوست باورمند جا حضور میداشتن که من یه خودون عصبانیت هم و اینا سرشون خالی میکردم و من اگه نمیتونم اینجا استفاده کنم از اون واژه ها الان نیستن، نمیتونم حروم کنن. آره الان نیستم، نمیتونم واژه ها رو حروم کنم، میذارم دفعه بعد که اومدم اون موقع استفاده بکنم. ممنون از همه دوستانی که بودن به هر حال در برنامه، سپاسگزارم محمد یاشار، اسد، احسان و همه عزیزان دیگه. ممنونم ازت محمد عزیز، صحبت پایانی. مرسی سویل جان، استفاده کردم از مباحثی که همه دوستان ارائه کردن و بعد در پایان باز تاکید میکنم که ما اگر با هر مقوله‌ای که از نظر ما کج، نادرست، فاسد، زشت بخوایم که مقابله کنیم، حالا این از نظر ما کودک همسری هست، از نظر ما سکس با کودک هست، از نظر ما دین هست، مذهب هست، سیاست هست، فساد هست، هر چی که شما مقوله نادرستی که میخواید باش مبارزه کنید، از نظر من این تجربه 47 ساله زندگی من این رو میگه که تشویق فرهنگ تعقل و خردورزی به جای رفتارهای کورکورانه متعصبانه ناشی از تقلید بیجا بهترین راهکار میتونه باشه برای اینکه ما کلیه معضلات رو حل کنیم. و بر همین اساس یک مختصری فکر کردن فقط کافیه که ما رو خیلی راحت قانع بکنه که چقدر کثافت و فساد و ایراد و مشکل در بحث کودک همسری و سکس با کودک هست. توصیه‌ام به خودم و به همه تعقل، تفکر و خردورزی است. مرسی. بسیار عالی، ممنونم. آقای اسد میشنویم شما رو اگر. سپاس از همگی، سپاس که زمان دادن صحبت بکنم، هرچند شاید صحبت هم زیاد جسا گریخته بود و شاید حتی زیاد موزه رو هم شاید رب پیدا نمیکرد. در ادامه صحبت محمد جان میخوام بگم که خرد یار همگی ما، امیدوارم که یک روز برسه که چی افغانستان، چی ایران، چی تمام کشورهای جهان از شر دین به خصوص اسلام و اسلام رادیکال نجات پیدا بکنن و انسان ها بتونن در کنار هم با صلح و آرامش زندگی بکنن. سپاس از همگی شما. بسیار ممنونم یاشار عزیز. خواهش میکنم، ممنون از وقتی که به من دادید، زیاده عرضی نیست. فقط یه نکته‌ای که من میخوام بگم، یعنی واقعا آزاردهنده است اینکه یه آخوند یا بچه آخوند بیاد خودش به عنوان اینکه من متخصصم و من هم تخصص فلان دارم و اینا. من از دوستان تشکر میکنم همه که اینجا بودن و اینا، ولی دوست دارم فقط اگر یه آخوند دیگه دوباره اومد اینجا، دوستانی که هستن تجربیاتشون و دانششون رو مطرح کنن که این آخونده اصلا
چی میگن هم رویش مشتبه نشه، فکر کنه خبری من تخصصی که دارم تخصص من نمیدونم فلانه، از این صحبت ها نکنه. به هر حال امیدوارم که حال روزتون خوب باشه، به قول معروف همیشه شاد باشین، جیبتون پر پول باشه، زیاده ارزی نیست. بازم تشکر میکنم از همه دوستانی که یاشا جان دیدی ما چه صبر و تحملی داریم. ممنونم. آقای احسان. بله، این صبر و تحمل صفت خوبیه و خب کسایی که اختلاف نظر دارن با ما کم کم میتونه اینا، خب خیلی هاشون میتونه اسیر خرافات باشن، اسیر تعصبات و این مسائل احساسی شستش و مغزیشون باشن، ولی کم کم میتونه کمک کنه. به عنوان کسی میگم که خودم این تجربه رو داشتم و تونستم از اون شستش مغزی اسلامی رها بشم و میتونه این یه چیزی که کم کم اتفاق میفته یه شبه، یعنی شما با یه حرف عقلانی نمیتونی این آدم ها رو از خواب غفلت بیدار کنی، چون عقل خودشون رو فلج میکنن. دین به انسان اینطوری یاد میده و ترین میکنه که عقل تو بعد از کار بندازی، ولی این صبر و تحمل شما کمک میکنه که کم کم به قول معروف درصد زیادیشون سر عقل بیان. حالا خیلیشون همچنان دیشون شاید واقعا نتونن و تا آخر عمرشون کودک از نظر مغزی کودک باقی بمونن، یعنی کودک به اون معنا که تفکر نقاد انسان نداشته باشه و عقل و منطق هر چیزی شنیده احساسی بهش تلقین شده از کودکی همونها رو بدون اینکه نقد بکنه بخواد بپذیره. و خیلی مهم کنم چیز خوبی باشه که ما تفکر نقاد رو یاد بگیریم و به صرف اینکه یه حرف از یکی میشنویم، حالا یکی مثلا به محمد ایمان و اعتقاد داره، یکی مثلا به چه میدونم به فروید، یکی به خاتمی، یکی به مصدق، بعد میام میگه که هر چی این آدم بگه پس حتما درسته، من در بس میپذیرم. نه، هر چیزی از حرفی از هر کسی شنیدید، از بهترین دانشمند هم حرفی شنیدید، بهش فکر کنید، نقد کنید، ترای کنید، آزمایش کنید. الان دیگه از انیشتن عاقل‌تر ما توی تاریخ چیز کم بشناسیم، ولی تئوری های انیشتن هر روز تست میکنن که بتونن نقدش کنن. و خب این روش تفکر نقاد و روش علمی هست. بعد یه چیزی هم مغلطه‌ای هم که میگن که اینی که مثلا ما ایران افغانستان این بلاها سر ما اومده به خاطر اینی که مردم ما مثلا چیزن، نه اینطوری نیست، مردم احمق همه جای دنیا هستن. الان دوست ایتالیایی داریم، ایشون عقاید تئوری توسعه داره و به قدری عقایدش غیر منطقی و جفنگه که مثلا میگه سفر به فضا و اینا اصلا نبوده، هیچ انسانی با توی فضا نرفته. میگیم بابا این ایستگاه بین المللی فضایی ما داریم میبینیم، با چشم میتونی ببینی، با دوربین ازش عکس بگیری. میگه نه، اون میتونه مثلا یه چیزی باشه کوتاه پایینه، نمیدونم داره پرواز میکنه. من میگم خب اگه اینجوریه، این که با این شکلش نمیتونه توی هوا توی جایی که هوا هست پرواز کنه، بعد ایرودینامیک باشه، هزار دلیل میاری ولی بازم انکار میکنن. این ها مرض یه چیزی هم تحقیق هم انجام شده، کسانی که تئوری توته دارن دیدن مغزشون دقیقا مثل آدم های مذهبیه، عقل و منطق رو انکار میکنن. یا کسایی که تئوری ضد واکسن دارن، یا تو آمریکا یه دی زیادی هستن، حالا تو کشورهای دیگه هم پیدا شدن، میگن که زمین صافه، در حالی که اینم شما خودتون میتونید آزمایش کنید، در کنار دریا یه دوربینی ببرید میتونید آزمایش کنید، قوس زمین رو ببینید، حالا سرچ کنید روشاش هست، میگن که زمین صافه. بعد خب میگن خب وقت واسه جی پی اس رو چجوری توضیح میدی، این همه ماهواره ها رو چجوری توضیح میدی، اینا یه سری جوابای جفنگ و عجیب غریب میارن. این منظورم اینه که آدم های خرافاتی، آدم های احمق، آدم هایی که عقلشون رو تعطیل میکنن همه جای دنیا هستن. دین هایی که خرافاتش خیلی شدیدتر از شیعه هست، همین هند مردمش به اون عظمت، اون همه آدم های خرافات تو این وضعیت کرونا میرن تو رود گنگ تو اون لجن و کثافت غلط میزنن، ولی وضع کشورشون این نیست. ما دلیل برای اینکه یک کشور وضع راه درست بره و درست بشه و آزاد بشه، لازم نیست که همه مردم عقلشون رو به کار بندازن، فقط کافی اونه که عقلشون کار میکنه در مصادر امور باشن. مشکل ما نباید تقصیره، بگیم تقصیر مردمه، زیر بار این مغلطه نیجاییدن. دیدم آقای زیبا کردم اینجا صحبت که آخرش اومد گفتش که به نوعی به حالت در لفافه اینو گفت که ما هرچی سرمون اومده به خاطر مردممونه. خمینی تقصیر خمینی نبوده، تقصیر خرافات مردم بوده که این اتفاق افتاده، اگر خمینی نمیخواسته بیا تو حکومت و اینا. این مغلطه تقصیر مردمه رو زیر بارش نرید، چون که همه جای دنیا آدم های احمق هستن، حتی این آدم که میگن فوق لیسانس داشت، اینکه این تئوری های عجیب غریبو ببین، آدم های مثلا یکی شکست عشقی خورده میاد اینو توی باورهاش
منعکس میکنه، باورهای جفنگ، دنبال توریهای توطئه‌ای عجیب غریب اینجوری میره، ضد واکسن، ضد دارو، نمیدونم سفر به ماه رو انکار میکنن. البته من خودم رفتم مطالعه کردم کسی که سفر به ماه انکار میکنن، تمام استدلالشون رو مطالعه کردم، برخلافش هم مطالعه کردم، دیدم که شواهد و مدارک نشون میده که این اتفاق افتاده، واقعا انجام شده. اگر میخواستن فیکش کنن خیلی سخت‌تر بود با توجه به تکنولوژی اون روز. حالا بحثش طولانیه، یعنی میگم که آدم های احمق همه جا هستن. الان تئوری توطئه هایی که توی آمریکا هستن، حتی این رد هواپیماها که توی آسمون میره بهش میگن یه تئوری توطئه درست کردن، بهش میگن کمتریل، که میگن اینا نمیدونم دولت داره نمیدونم مواد شیمیایی میخواد پخش کنه و اینا. اینقدر و آدم میلیون ها نفر دنبال این هستن، این دلیل نمیشه که کشورشون رو بدن دست یک آخوندی و گند بزنه بهش. این مغلطه‌ای که تقصیر مردمه رو زیر بارش نریم و سعی کنیم تفکر نقاد رو تقویت کنیم و ترویج کنیم. درسته. ممنونم از شما آقای احسان. دوستان ممنونم که شکیبایی کردید، همراهی کردید، در کنار ما بودید. تا برنامه دیگری در روم جمهوری بی خدایان، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. تا دیداری بعد، بدرود. بدرود دوستان، شب وقت همه به خیر. فکر میکنم برنامه بعدی احتمالاً حالا خبرش رو می‌خوایم که سه‌شنبه خواهد بود. مرسی، بای بای. ممنونم دوستان، روز خوبی داشته باشید.